بینندگان عزیز با سلام خدمت شما. امروز دوشنبه ششم ماه فوریه سال 2017 و برابر است با 18 بهمن ماه 1395. بریم سراغ 1001 مثل فارسی. امروز رسیدیم به آشپزی. آشی برات بپزم که روش یک وجب روغن وایسه یا بیسته. آفتاب لب بام است، آفتابه خرج لحیم. من فکر میکردم آفتابه خرج چیه، یه چیز دیگه بود، نمیدونم. در اصل آفتابه خرج لحیم. آفتاب از کدوم طرف در آمده؟ آمد به سرم از آنچه میترسیدم. این آخریش، آمد به سرم از آنچه میترسیدم، واقعا شرحال ما هست و دوستانی که این همه از ما انتظار دارن. گاهی وقتا شرمنده میشم، گاهی وقتا عصبانی میشم که آخه چرا این دوستان یک وقت خودشون رو جای ما نمیذارن یا جای من نمیذارن، ببینن که بابا این بنده خدا به خواهش و درخواست و پیشنهاد چند نفر باید به اصطلاح جواب بده. خب پیش طرفم میگه آقا من پیشنهاد کردم، مجبورت که نکردم، راستم میگه. و ما هم باید از پیشنهادات استفاده کنیم در جهت بهبودی برنامه ها. این کار رو انجام میدیم تا جایی که بتونیم. باز یادمون باشه دکتر ایران بومی حرف خوبی زد، گفت ما توی فارسی داریم که خواستن توانستن است و این کاملا غلط. گفت خواستن در حد توانستن توانستن است، یا خواستن در حد توان توانستن است، و الا خواستن توانستن نیست و این به جز یک آرزو و یک امید واهی بیش نیست. اینجا ما نشستیم، 3000 نفر اینجا، 8000 نفر اونجا، 10000 نفر اونجا، 2 نفر اونجا، 1 نفرم شما. یکی امروز میره یه مهمونی، یه برنامه دوستش بهش میگه آقا این برنامه رو دیدی؟ میگه چی؟ میگه آقا 100 تا رادیو تلویزیون روشه. میگه ببینم، میزنه میبینه خیلی هم خوبه، تا میزنه میاد و اینها. به ما پیشنهاد میکنه آقا بیا اونجا. میگیم بابا جون ما کشش و توانایی و وقت نداریم. هر کدوم از اینها یه وقتی لازم داره که شما روزانه یا حالا یه روز در میون که برنامه داری، برنامه تو که میذاری، فایل اونجوری که اونا میخوان براشون بفرستی. همه اینها هم یک به اصطلاح چیزای مشخص درست میکنن. این یکی میگه من 340 میخوام، اون یکی میگه من 290 میخوام، اون یکی میگه VRB نباشه، اون یکی میگه MP3 نباشه. یعنی همش باید کار کنیم. من نمیخوام امروز، حالا اینم تو آمریکا هم یه مسئله دیگه است، روز یک شنبه اولین روز هفته است، ولی روز یک شنبه تعطیلن، روز دوشنبه اولین روز کاری هفته است. نمیخوام همین اول روز بیام با شما درد دل کنم، چون ما هرچی درد دل کردیم به جای نرسید و معروف شدیم به یه آدمی که نقنق میزنیم، یا به قول حسین نوشته بود که فریاد، نمیدونم. در حسن امروز دوستمون، همون دوستی که به من گفت بود آقا بیا رو تلگرام، بهش گفته بودم بابا من رو تلگرام هستم، وقت ندارم. گفت حالا شما بیا، نمیدونی چی میشه. اصلا شما بیای، این ایران 80 میلیون پشت چشمشون باز بوده. اینو به طعنه میگفتن اون وقتا، پشت چشمش باز بوده، یعنی اصلا طرف خوابه، پشت چشمش باز بوده، منتظر تو بوده، تو که بیای گلستون میشه. نه آقا هیچ خبری نمیشه. اونای دیگه گول خودشون میزنن که آقا ما رفتیم اینقدر طرفدار داریم. آقا این آقای حسین محمدی چیه؟ این بیچاره کمدین بود، لگد زد به بخت خودش، فکر کرد بیاد آمریکا اینجا میره تو تلویزیون و فلان اینها. نمیدونه کمدین های آمریکایی گشنگی میخورن، گشنگی میکشن. در اصل بیش از 100000 نفر داره. خب که چی؟ حالا شما به من میگی که ببین اون تلویزیون. آقا اون تلویزیون برو ببین وضعش چیه. اون تلویزیون اینجا به گدایی باید با بهزاد، با نمیدونم ابراهیم نبوی بره توی سالونی که یه شامی بهش بدن، 100 دلار هم بهش بدن برای فیلم برداری.
من آقا سربلند دارم برای خودم میچرخم، میرم 4 ساعت کار میکنم 500 دلار، میرم 8 ساعت کار میکنم 1000 دلار پول میگیرم، میام 30 سال تو این مملکت هستم، به یک نفر یک پنی بدهکار نیستم. اون وقت شما میگید به من مثل اون، عجب مثالی زدید. خب حالا ما رفتیم، برو رو رادیو تیونز. آقا این فقط رادیو تیونز نیست، اینا یک آدم های جوونی هن، یه برنامه درست میکنن، پایه و اساسش یا مال مکه یا مال ویندوه، اونو میارن میذارن مسک روش یا شکل روش رو عوض میکنن به اسم جدیدی. قرار نیست من همه سوراخا برم. مگه اون موقع نمیگشتید رادیو عراق و هر جا بود پیدا میکردید؟ مگه نمیگشتید رادیو بی بی سی رو پیدا میکردید؟ بذارید اونجوری باشیم. ما نه، ما ایرانی ها، انسان ذاتش اینه که کلن هر چیزی رو سختتر به دست بیاره قدرش رو بیشتر میدونه. این دوست اون آقای یدالله طارمی شعر قشنگی میخونه، میگه اگر یک کاسه نمیدونم طلا رو به یک کسی بدی مجانی میندازه چیه کناری، ولی اگه یه قوری شکسته ای رو ازش پول بگیری به عنوان عتیقه، اینو میره میذاره رو رف. رف یعنی تاخچه. دوستی داشتیم به نام آقای داریوش رف رف، بله. میشه آن دسته شد دیدن ما هم زیاد اهل، من نفهمیدم چی شد، ببینم. آقای دوستون از ایران میگه ببخشید میساندرستند شد، دبیدن ما هم زیاد اهل تحمل نبودن ولی با سواد واقعیت جامعه. آها، یه دوستی من گفته که شما چون نظامی بودی خیلی زود عصبانی میشی. میگم آقا من نظامی نبودم، من 2 سال بله تو 2 تا تیپ 2 تا لشکر خدمت کردم و اینقدر منظم بودم که تو 2 جاشم منو میخواستن نگه دارن. آخریش هم تیم هوابرد، تیم 55 هوابرد بود، نیروی ویژه مخصوص، ولی من نخواستم تو ارتش بمونم. اون عشق و علاقه به معلمی رفتم دبیر شدم و من نظامی نیستم، نبودم. اونم که میگفتن به عنوان وظیفه اشتباه بود، اون وظیفه نبود، اون خدمت بود که به کشور میکردیم. و چقدر نادان بودن اونایی که این سیستم رو گذاشته بودن. و جالب بود که بچه های خودشون، فامیلای خودشون، هر کدام به هر طریقی از این سیستم حالا یا نظام وظیفه یا خدمت وظیفه در می رفتن. قربان، این نظام وظیفه به اصطلاح این خدمت بوده، چون مجانی این کار انجام می دادی. وقتی به یه سرباز می دن ماهی 13,000 شدیم یه هم چیزی، این پولی نبوده. وقتی به یه درجه دار میدادن 1000 تومان، این با 200 تومان هم از مادر پدرش قرض میکرد تا اجاره یه اتاقی رو بده توی شهر غریب، این پولی نبوده. وقتی به یه افسرش میدادن 2000 تومان، در صورت خراب بود سیستم. بماند حالا بیایم ببینیم که چه باید کرد. من اولا امروز سوالم از شما اینه، حتما اینو شنیدید که میگن مهم نیست چه کسی میگوید، مهم این است که چه میگوید. اینو شنیدید شما؟ شما اینو قبول دارید؟ من قبول داشتم تا 10 سال 15 سال پیش که یک بار با آقای دکتر کاظم رنجبر مسابقه میکردم، ایشون گفت ما باید دقت کنیم ببینیم چه کسی چه چیزی رو میگه. حالا شما زنگ بزنید، پیام بذارید، ایمیل بفرستید، تک بفرستید، رو فیسبوک بفرستید، بگید نظر شما چیه. آیا واقعا فقط به گفته طرف دقت میکنیم و مهم نیست کیه، یا اینکه مجموعه این دوتا، اینجا میگن کامبینیشن این دوتا، که چه کسی چه چیزی را میگوید، اون وقت برای من و شما مهم میشه. این از حالا اینو میذارم آخر برنامه، اگر به اصطلاح نوشته ای نبود و اینها میگم که دیگه زحمتتون هم نشه بعدن بخواین زنگ بزنید پیام بذارید اینا. ولی بریم سراغ یک دوست بهایی به نام آقای پرویز سهند، که این دوستان اگه همون اول میگفتن که آقا من بهایی هستم و به اصطلاح اون باور بهایی من روی عقاید من اثر داره، آدم تکلیفش میدونست دیگه، براش فرقی نمیکرد که اونم داعشیه، اونم حزب اللهیه، اونم بی خداست،
اینا عقاید خودشونه، ولی وقتی که نمیگن و میخوان شما رو توی این کوچه پس کوچه های تاریک بکشونن، یه مقداری این، حالا نمیخوام بگیم ناجوان مردانه که فقط جوانی و مرد بودن به اصطلاح احترام داشته باشه، این یک چیز غیر اخلاقیه و غیر انسانی. حالا چرا اینو میگم؟ این آقا برای من برداشته بود، نوشته بود که بذارید براتون بخونم از روی نوشتش. آقای پرویز سهند نوشته اعتراض، نوشته آقای سوربی چرا به خودت حق میدهی به رئیس جمهوری منتخب مردم آمریکا توهین کنی؟ آیا این کار اخلاقا صحیحه؟ شما دو تا سوال کردی، از من سوال میکنی چرا به خودم اجازه میدم؟ برای که تو آمریکا هستم، برای که قانون آمریکا اجازه رو به همه میده و منم از این اجازه دارم استفاده میکنم. این جوابشو. آیا این کار اخلاقا صحیحه؟ بله کاملا صحیحه. حالا از نظر شما اگر صحیح نیست، شما بیاین با دوستان صحبت کنید، دوستان بگن بابا این سوربی کار غیر صحیحی انجام میده، غیر اخلاقی، چقدر این آقای پرویز سهند که باهایی هم تشریف داره چقدر کارش اخلاقیه. آقای به سهند عزیز، شما باهایا تو ایرانم همین کارو کردید، اصلا قانونتونم همینه که دولت هر چی میگه اعتراض نکنید، یعنی حقیقتا اعتراض میرید تو جلساتتون میکنید، یواشکی صداش در نمیارین تا مملکت به گند کشیده میشه، اینو خراب میکنید میرید یه جای دیگه، اینو خراب میکنید میرید یه جای دیگه، اومد دلتون خوشه که دنیا رو گرفتید، ببخشید اینو میگم، شاید هم دنیا رو دارید گند میزنید. الان آقای حسن ارشاد یک قلم آدم جوونتر از من آمده، ببین شما همتون خانم دکتر نمیدونم فلانی، آقای مهندس فلانی، آقای دکتر، همه در رفتید، همه در رفتید، برای که اینجا رو کرده بودید پایگاه بهایی و هر چی دلتون میخواست به خورد مردم میدادید. یه نفر آمده میگه آقا طبق کتاب خودشون این دروغ میگه، آقای حسن فیروزی آمده میگه دوستانی که نمیگن ما میخوایم به دنیا حکومت کنیم دروغ میگویند، بهایی آقا برو با اون صحبت. خب حالا ما اینو برای آقای پرویز سهند فرستادیم. میگم من بعضی وقتا میگم که چرا این تلویزیونای ایرانی جواب مردم رو نمیدن، بعد میفهمم که بابا اونا درست کار درستی انجام میدن، اونا مردم رو بهتر از من میشناسن. میگه که سلام آقای سوربی، حالا من نوشتم دوست عزیز من در آمریکا هستم، این حق منه که نظرم رو بگویم، شما لطف کنید این حق رو از من نگیرید، این مردک منظورم ترامپ یک شارلاتان بوده و هست، مرد 70 ساله‌ای که به دختر خودش نظر داره، مرد 70 ساله‌ای که میگه من چون پول دارم قدرت دارم هر جای خانم ها رو دلم میخواد میگیرم، مرد 70 ساله‌ای که هر چی ساختمون ساخته حقوق کارگرا رو نداده، مرد 70 ساله‌ای که وقتی دو تا زن قبلی داشته رابطه داشته با این و اون. آخه انسان آقای سهند بهایی عزیز، اینه درس اخلاقی که به شما دادن توی کلاس های بهاییت، که خفه بشید و بذارید یه شارلاتان هر بلایی میخواد سرتون بیاره و هر زینی رو میخواد روی پشتتون بذاره و سوار بشه. من میگم من این کار نمی کنم. حالا ایشون آمده پاسخ میده، همه قانون مدار، همه فیلسوف، همه قانون اساسی دان آمریکایی. نوشته دقیقاً چون شما در آمریکا و شهروند آمریکا هستید و موقع اخذ شهروندی قسم خورده اید که ترک تابعیت‌های قبلی کرده و وفادار به قوانین آمریکا و پرچم که نماد آمریکاست باشید. تا اینجاشو درست شما میگی، ولی حالا داری باهای بازی در میاری. چون ترامپ منتخب مردم، اولا همینجا وایسا به قول دکتر هلاکویی سنگامونو وا بکنی، ترامپ منتخب مردم نیست، ترامپ با تقلب، با دروغ، با ریا منتخب 25% از مردم آمریکاست. تقریبا 50% رأی، 25% مردم آمریکا. شما حسابم بلد نیست. دوما در موقع
گرفتن شهروندی به من نگفتن به هر بی پدر و مادری تو باید احترام بذاری چون ما این تیکه کاغذ رو میخوایم بهت بدیم. گفتن کانستیتوشن آمریکا که ما قبول کردیم براش، از اقیانوس ها گذشتیم، جون خودمون رو به خطر انداختیم، کارمون رو ول کردیم، خونمون رو ول کردیم، ماشین نومون رو ول کردیم، دوستامون رو ول کردیم، خاطرات جوانیمون رو ول کردیم، ول نکردیم به خاطر ترامپ شارلاتان جاکش، ول کردیم به خاطر اینکه یک سرزمینی قول داد، وعده و وعید داد که آقا ما سرزمینی ساختیم بهشت موعود، در صورتی که همون چهار تا پدر اصلی این مملکت هم بعد دیدیم ای بابا این سیاه ها رو به زنجیر میکشه ولی شب میره میخوابه با سیاهه بچم داره. آخه خجالت بکش آقای سهند، آقای پرویز سهند، خجالت بکشید. شما میخواین خفه خون بگیرید، بگیرید تا برید یه معبد دیگه بسازید، تا برید یه جای دیگه بسازید، تا برید یه بیت العدل دیگه بسازید، ولی به دیگران نگو خفه بشن. شما قانون رو نمیفهمی، از ترست یه چیزی دیگه برداشت کردی، بترس تا بمیری. به من نگو بترس. من نه از خدا میترسم، نه از شاه میترسم، نه از پیغمبر میترسم، نه از آخوندا میترسم، نه از شما بهایی ها. دلیلش هم میگم چرا از خدا نمیترسم. اگر خدایی هست، خدا به من میگه از من نباید بترسی، من مهربانم. تازه اگر پرسشی داری بیا بپرس. این خدا، پیغمبرها که همشون یکی یکی گفتن ما فقط یه چیزی خدا بهمون گفته میایم به شما میگیم، مسئله شما هستید که قبول کنید یا نکنید. پس از اونام نباید بترسم. از شاه اگه میترسیدم سه بار در دوره دانشجویی و معمولی که آزاد بودم ما رو نمیگرفتن که شانس آوردیم. مثل شماها خفه میشدن، مثل تیمسار ایادی دام پزشک میرفتم میشدم پزشک مخصوص شاه. دروغ به خودتون نگین. شما بهایی‌ها یه سریتون کلیمی هستید، جهود هستید که این سرپوش بهایی بودن رو گذاشتید، یعنی جزء کلیمیان مخفی دارید زندگی میکنید. ببخشید نگیم کلیمیا، صهیونیست های مخفی. یه دونه، یه نوشته به من نشون بدید که شما یک بار از این آدم کشی ها، از این خونخاری های اسرائیل دفاع کردید. بله شماها قبل از اینکه اسرائیل اسرائیل بشه در اون محل بودید و هستید. حالا که اینا آمدن اونجا، بابا دیگه صدای آمریکا در اومده میگه اسرائیل مرز تو بگو کجاست. ولی شما خفه خون گرفتید آقای پرویز سهند، مخصوصا شما رو میگم. بعد شما قسم خورده ای اجرا کن. من قسم نخوردم. شماها که جاسوسی خوب بلدید، زنگ بزن به اف بی آی بگو آقا اینها سوربی نشسته اینجا جلو دوربین، عکسش هست، شکلش هست، حرفش هست، به ترامپ میگه ترامپ شارلاتان، به ترامپ میگه ترامپ جاکش. بله ترامپ جاکشی میکنه، همین الان هم جاکشی میکنه برای این و اون. به ترامپ میگه ترامپ کان، کان آرتیست، یعنی همون آدم های دزد و کلک میزنن به دیگران. به اف بی آی شما وظیفه ملیت انجام بده، خبر بده دیگه، خفه شو. برات فرستادم. کجا گفته من به یک دیوانه مثل جورج بوش باید احترام بذارم؟ ما از اوباما ایراد گرفتیم، از جورج بوش ایراد گرفتیم، از اینم ایراد میگیریم. و اگر چیزی به غیر از حقیقت میگیم، اون وظیفه شما نیست که قضاوت کنی. وظیفه دادگاه‌های اینجاست که میبینید چه دادگاهی داره. یه دوستی برای من مسیج گذاشت که آقا این نایت کورت یعنی چی، و ما توی تلویزیون دیده بودیم که نیویورکی‌ها چون روز گرفتارن یه کورت شبانه. نه آقا، این نایت کورت هست، یعنی دیستریکت شماره 9. نایت اینجوری NINTH اگه اشتباه نکنم، دیستریکت کورت یا فدرال کورت شماره 9 که یه بخشی از آمریکا رو اونا به اصطلاح میگیرن. و دیدید که تو این مملکت جاج قاضی از واشنگتن آمده میگه مردک این پناهجویان، این بچه‌هایی که میان اینجا درس میخونن، اینها یک سال، دو سال، شش ماه از تمام فیلترهای CIA و FBI و نمیدونم حتی بهداشتی گذشتن،
اینا از اون دوستای فاسد تو که شب با هواپیما میان اینجا تو براشون هتل میگیری براشون خانم میبری خیلی سالمترن. آزمایش توبرکولوز چیه؟ سل و نمیدونم آزمایشای دیگه و بک‌گراند و سوء سابقه و اینها رو دادن. خاک بر سرت پرویز سهند، من اگر جای شما بودم خودکشی میکردم که یک کسی مثل سوربی بیاد اینجوری آبرو منو به هم ببره. و شماها لیاقت ندارید، شما همین لیاقت دارید که تو سرتون بزنن، چه شاه چه شیخ چه هر مملکتی هستید، اون حکومت تو سرتون بزنه تا خفه بشه. چون شما تا میذارن حرف بزنید تیسکلنگ میزنید، از در عقب حرف میزنید. این برای آقای سهن این از. و اما آقای ترامپ، بذارید دوستان من این برنامه رو با دوستانیم که روی مردم تیوی هستن شیر کنن، به قول معروف شیر کردن یعنی چی؟ اینجا به شما نشون بدم که چگونه این کار رو انجام میدهین. کامرای سه. خب ببینید، اولا میام اینجا می‌نویسم سوربی با مردم، تاریخ امروز هم هست، ششم فوریه 2017. کجا نشستم آقای سهن؟ نشستم تو آمریکا، که شما وقتی میخوای گزارش بدی، لاپورت بدی، هیچ مشکلی نداشته باش. چون ایشون نوشته چون من هم در آمریکا هستم و قسم خوردم. بدبخت تو خبر نداری، قسم نخوردی، تو گوه خوردی. یعنی گفتی من از ایرانی بودنم به اصطلاح گوه خوردم، حالا اومدی جزو اینها. شما قسم نخوردی، سوگند یاد نکردی که به آمریکا وفادار باشی، قانون اینجا رو رعایت کنی. شما گوه خوردی، حالیت هم نیست. هر کسی هم از حرف زدن من بدش میاد، بره یه مغازه‌ای که گوه رو توی زرورق بهش قالب میکنن به جای طلا. اوکی، میان اینجا دوستان. بله خیلی ممنون. خواهر گلم میگه جناب سوربی کمی آرامش خود را حفظ کنید به خاطر سلامتی خودتان. چشم، ممنونم از دوستانی مثل شما که همیشه مثل یک یار با ما بودن. و جالب اینه که این دوست عزیز ما با به اصطلاح نظرات من مخالفه. من طرفدار جمهوری هستم در ایران، نه این جمهوری اسلامی. جمهوری امکان نداره اسلامی باشه، جمهوری امکان نداره کلیمی باشه مثل اسرائیل. حالا اگه جمهوری دموکرات هم میگیم که اینقدر آمدن اسمش بد کردن جاهای دیگه، نمیدونیم چی بگیم فعلا. خب بندم یه روزی طرفدار پادشاهی بودم، دیدم آقا فایده ای نداره، دیدم دروغ میگن، دیدم اینا هر کدومشون به قدرت میرسن اولین کسانی هستن که قانون اساسی اون مملکت رو زیر پا میذارن. درست عین این مردک ترامپ. ترامپ آمده دستش گذاشته رو انجیل، دو تا انجیل دو طبقه، چون خودش خره دو طبقن، رو اونم دو تا انجیل، یکی انجیل مال مامانش بهش داده که هنوز نو نو باز نشده، یکی هم انجیل نمیدونم آبرام لینکن. دست گذاشته قسم خورده که من قانون اساسی آمریکا رو رعایت میکنم. برید کاریکاتورا رو ببینید، سر مجلس اون گنبدش رو ورداشتن، این مثل توالت فرنگی نشسته روش و داره گوه میزنه به مجلس، به قانون، به قانون اساسی. اون وقت مردک تو من میگی که چرا به ترامپ که نماینده مردمه توهین میکنم؟ حتما ترامپ نماینده یه سری احمق مثل توه که فکر کردید این میاد الان میره آخونده رو میکشه، شما میرید اونجا نمیدونم بهترین زندگی رو به هم میزنید. احمق جون، این از همه با آخونده بیشتر رفیقه، بیشتر دوسته. شما ببین همین تحریمی که کرده، دانشجو تحریم، پناهنده تحریم، ولی آخونده و بچه آخونده همه آزاد. اتفاقا دوستمون امروز یه چیزی فرستاده بود، بعد گفتم که این نمیشه، واقعا تمام فرمایشتون صحیح میباشد. مایک خیلی ممنون. آقا صحیح میباشد، ما متشکریم. اتفاقا گفتم یه دوستی گفت ما خیلی ارادت داریم، گفتیم بابا ارادت تنها کافی نیست، حمایتم بکنید دیگه. وقتی این بهایی در میره پولشم نمیده، بعد به من میگه چرا گفتی دزده، میگم آقا دزدن، آمده گفته ما اگه یک سال برنامه بخریم چند، همه چونه ها رو که زده گفته انقدر، سه ماه که برنامه گذاشته در رفته. بابا شما اگه یه جایی اجاره میکنی، باقی 9 ماهشو میبرن دادگاه،
و من میخواستم اینا رو ببرم دادگاه، بعد دیدم بابا اون بنده خدایی که آمده برنامه آقای مطلبی رو حمایت کرده اون چه گناهی داره؟ اون یک خانم مسنی بوده که دخترش رو از دست داده، دخترش وصیتش این بوده که مادر این دین بهایی رو شما توسعه بده. این بنده خدا هم حالا فکر میکنه که اگه این کار انجام بده دخترش میره تو بهشت. اگه دخترت تو بهشت دیگه لازم نیست شما برنامه بذاری بری تو بهشت. اگر هم تو جهنمه که با این کارا نمیتونی بکشی بیار تو بهشت، مگر اینکه تو برزخ وایساده اون وسط ببینه شما چه کار میکنی. بعد ایشون حمایت کرده، آقای مطلبی اومده، آقای مطلبی که اومده، آقای مطلبی، آقای عنایت الله، شما بخشش خدا هست، بیا بگو به مردم که وقتی این آقای حسن ارشاد خواست بیاد، ما گفتیم آقا یه جوانی از ایران گفته من میخوام برنامه بذارم و چون دیده بود همه تلویزیون مردم بهاییه فکر کرد اینجا بهایی هن، گفت میتونم؟ گفتم بله میتونید. به شماها گفتم؟ گفتید بله بیاد هیچ اشکالی نداره فلان و بیساره. بذارید ببینیم این دوستمون چی میگه. بفرمایید دوست عزیز. جناب آقای سربی سلام عرض میکنم، افشارها هستم، قربان از تورنتو. سلام آقای دکتر افشارها، دستتون درد نکنه. شیر مادر و لقمه پدر حلالت باد. خیلی ممنون قربان، خیلی خیلی عالی، خیلی خوب فرمودید از خدا نمیترسید، آفرین بر شما، برای که ارحم الراحمینه، خدا ترس نداره، ترس نداره که، آفرین بر شما. فرمودید پیغمبر اینها عالی ترین مردان زندگی و دنیا و جهان هستی بودند. ترس چی داشته باشه؟ آفرین بر شما. ضمناً می‌فرمایید امروز خیلی قشنگ با هیجان لازم، اتفاقاً بزنم به تخته انشالله همیشه سلامت باشید، و خیلی هم قشنگ ضمناً لغات خوبی به کار می‌برید. لغات باید به جای خودش باشه، اونی که چیزی می‌خورد رو شما صریح می‌فرمایید. رحمت واقعا بر مردگانتان و انشالله زندهاتون پاینده باشید. آقا ضمناً میفرمایید آقا همش تعریف نباشه، خب یک سپورتی هم بکنید بعد از برنامه هاتون، زنگی بزنید تا باز هست به معمول، فقط به گل صورت حربای امروزتون سپورت لازم رو انجام بدید. خیلی خیلی متشکر از این فرمایشاتتون، خواهشون بسیار بسیار عالی آقا، حظ کردن، ممنون، مرسی، به امید دیدارتون جمعه ساعت 3 بعد از ظهر. قربان شما آقا، منم خدا نگهدار. دوستان عزیز، آقای دکتر کاظم افشارها بودن از کانادا، جمعه ها ساعت 3 بعد از ظهر ایشون برنامه داره. آقا شما بهایی آمدی به من میگی آقای دکتر افشارها، حالا که شما زنگ زدی من این ایمیل این آقا رو نشون میدم که میگه آقای افشارها که میاد با آیات قرآن برنامه‌شو باز میکنه. آقا مگه شما تمام رادیو تلویزیون ها رو تحت کنترل نگرفتید؟ مگه کتاباتون رو نمیان بگید؟ مگه نمیگید کتاب ما هم کتاب اقدسه و مقدسه، هیچ کس حق نداره دست بزنه، هیچ کس حق نداره تغییرش بده؟ این بنده خدا به یه چیزی باور داره، شجاعانه از اعتقاد خودش، باور خودش دفاع میکنه. یه آقای به نام نوشاد حتی آمده بود نوشته بود که به آقای افشارها بفرمایید که بالاتر از دیپلم عرض نفرماید. گفتم آقا تو این جملت رو برو نگاه کن، جملت خرابه. من که به یک کسی که از من بزرگتره نمیفرمایم، من میگویم شما باید بگید خدمت ایشان بگویید، بعدم مرد حسابی، انسان شریف، این مرد ایمیلش رو گذاشته، تلفنش رو گذاشته، هیچ ترسی نداره. شما عکس پرنده میذارید تو فیسبوک، پشت سر نمیدونم تخت جمشید قایم شدی، عکس تخت جمشید اون بالا دروغی، عکس کبوتر دروغی، اسمت هم خدا میدونه دروغی، اینو آمدی گفتی، اینو تو فیسبوک گفتید که من جوابتون دادم. شجاعت داشته باشید، انسان باشید، بیاین بیرون با آقای افشارها مستقیما تماس بگیرید، ایمیل بفرستید. ایشون هم گفته تا اونجایی که اینها مثل انسان قرن 21، والا قرن 21 نه، همیشه انسان منطقی داشتیم، حالا بعضی هم میگن مثل انسان های متمدن،
از وقتی متمدن شدیم مثل که احمق‌تر شدیم، بی‌منطق‌تر شدیم، زورگوتر شدیم. شما کی فکر میکردی یه بهایی از ایران بلند شه بیاد تو آمریکا، تو آمریکا به من زور بگه، بگه شما بی احترامی نکن به ترامپ. آقا تو معنی احترام رو میدونی؟ تو معنی توهین رو میدونی؟ شما به این همه ملت، به این همه باوراشون توهین میکنید، ما باید خفه بشیم. ولی من که حق آمریکایی بودنم هست، من که حق شهروند بودنم هست که به شما بگم آقا این آقا شارلاتانه، این آقا دست میکنه تو پرپاچه دخترش، این آقا وقتی دخترش میخواد ببوسه دست میکنه رو میذاره رو قنبلش. وقت شما به من میگی خفه باش، خفه خودت باش، خفه پدرت باشه، خفه مادرت باشه، خفه همه ایلا تبارت باشه. و آقای افشارا درست میگه. آقا این کلمه گوخوری رو هی عوض نکنیم بگیم شکرخوری. واقعا یه جای دیگه یه شعری بیارن شکر شکن شون همه توتیان هند، فکر میکنیم توتیان هند گوه خوردن. نه بابا، آقای پرویز سهند گوه خورده، غلط کرده، به قبر پدرش خندیده. دوستان باهایی حتما بهش بگید که من حالا آقای افشارا میدونم شاکی میشه میگه آقا به قبر پدرش کاری نداشته باش وقتی کسی فوت شده و اینها. دوستان بیان نگاه کنید، تا آقای افشارها تماس نگرفته بود من به شما نشون ندادم، به شما نگفتم که این مردک پرویز سهند. ببینید حتی خب به من که میگه به ترامپ ایراد نگیر، به آقای افشارها که میگه آقای افشارها نگاه کنید، ولی به شما قسم خورده و گوش نه، مخصوصا نگاه کنید اینجا آقا، مخصوصا که مهمانانتان صحبتهایشان را با آیه قرآن شروع کنند و وفاداری خود به اسلام را نشان دهند، مگر اینکه وابسته به رژیم ملایان بوده باشید. آخه مردک، مگه شما به دروغ به مردم نمیگید که ما اسلام رو قبول داریم، ما ادیان دیگر قبول داریم؟ چطوری امروز داری آتیش میگیری که افشارها آمده قرآن خونده یا آیه گفته یا گفته السلام علیکم؟ دروغ میگید. و چقدر خودتون با پای خودتون توی دام، نمیخوام بگم چون من دامی اینجا برای کسی نیذاشتم، ولی میان جلو جایی که من بارها گفتم من نه آقا رفتم این درس رو خوندم که بتونم با کسی کلکل کنم، ولی شماها انقدر نادانید که من از پستون برمیام. و اگه فکر میکنید دانایی کسی دیگه هست، این آقای استادی سیرکل برداشته برنامه آقای حسن ارشاد و فرستاده، گفتم آقای حسن ارشاد گلی به گوشه جمالت، کاری کردی که اینها توی میدونید استادی سیرکل این کلاس های جمع میذارن میارن، مثلا میگن آقا یه نفر یک کتابی نوشته درباره بهایت، ما چجوری همه اون حمله کنیم بهش، مثل زنبور بریزیم رو سرش پدرشو در بیاریم. الان اینا حسن ارشاد رو گذاشتن این وسط. گفتم آقا حسن ارشاد خوشحال باش که استرالیا و آمریکا و کانادا رو تو ریختی به هم. یه جوونه 13 تا سند تا حالا داده بیرون که این بهایی‌ها دنبال حکومت جهانی هستن، نه حتی حکومت آخوندها ایرانی ها. ولی میگن که پیغمبر ما گفته که هر حکومتی هر جای بودی هر چی زدن تو سرت بگو بله. بله میگن بله، ولی میرن از زیر میخوان پدرشو در بیاره. خب بله، و دوباره حق شرکتش را هم نداد که شما اسم دزدی گذاشتید. نگاه کنید این احمق، ببینید چی نوشته. بعد از اونجایی که کمرای سه نگاه کنید دوستان، راجع به اون بهایی، اون آقای مطلبی بود که پول برنامه‌ش رو نداد، منم گفتم آقا این دزدی کردید، شما زیر دین من هستید. نه فقط اون، آقای کشیش حمید هم دزدی کرده. نه فقط اون، من الحمدلله همه نوعشو دارم، مسلمانشو دارم، مصدقیشو دارم، شاه اللهیشو دارم، که بهاییش هم دارم، اینا دزدن. آقا شما چه برید یه سنجاق قفلی از یه فروشگاه بدوزید، چه برید یه کشتی هواپیما بدوزید، کشتی طلا بدوزید، دزد. آقای حسیبی که ادعا میکنه طرفدار مصدق، دزد، از من دزدی کرده، سندش هم بهتون نشون میده. هی رفت پوز داد برای آقای بنی صدر که من هفته ای اینقدر خرج میکنم دروغ، بعدم تازه پول برنامه‌ای که پخش کرد نداد و رفت. آقای مطلبی شما مدیون تلویزیون مردم هستید، شما برنامه‌ای رو که 100 دلار بوده 200 دلار بوده خریدید 50 دلار برای که گفتید در عوض. میدونید اینجوری دیگه، مثل که من به یه فروشگاهی بگم آقا یه نوشابه چنه، بگی 1 دلار،
بگم 6 تاش چنه؟ بگه 3 دلار. بگم خب پس من به شما 3 دلار میدم، این 6 تا رو برای من بذار کنار، یکیشو بردارم بخورم 50 سنت بعد بدم، بعد بگم من دیگه نمیخوام. خب دزدی کردی، 50 سنت دزدی کردی. آقا مگه دزدی شاخ و دم داره؟ شماها که معلم اخلاق هستید، شما که افتخار میکنید دین بهائیت تنها دینی هست که کلاس اخلاق میذاره، این بهتون اینو یاد میدن که خب این کاری که کلیمی های دنیا یه عمر کردن، میومد توی خونه آفتاب کهنه رو میخرید، به مردم نمیگفت که این آفتاب کهنه ای که 100 سال توی توالتتون هست عتیقه است. 100 سال آره چیه؟ 30 سال 40 سال. شما دارید همون کار میکنید مدل جدید. اون بدبخت یه لباس مشکی کهنه میپوشید دور سرش، دور توی محله های شیراز داد میزد کلام الهو. حالا من نمیفهمیدم این کلام الهو یعنی چی، کالا مالا نمیدونم چی میفروخته چی میخریده. میمد آفتابای مصری میخرید، آفتابای مصری از اسرائیل سر در میبردن. حالا شما هم دارین همین کارو میکنید، کلاه اینو میگیرید سر اون میذارید، کلاه اون سر اون میذارید، بعد نمیدونم معبد میسازید در هندوستان، گل نوروفر اینجوری اونجوری. نذارید درن من باز بشه، من چون با خودتون بودم میدونم این چیزا رو. اینم از بله. عجیب نیست که این شخص بهایی بعد از این که پی به محتویات برنامه های شما بود، اولش الاغ بود بعدن آدم شد، بر دیگر نیاید و دوبار حق شرکتش را و دوباره حق شرکتش را هم ندهد. آخه توی احمق وکیل اونم شدی، اون آقا تو استرالیاست، تماس بگی حق شرکت چی؟ مگه ما از کسی حق شرکت خواستیم؟ مگه توی احمق که میای مجانی نگاه میکنی و میری آب میخوری، آب زلال، بعدم میشاشی توی این آب که دیگران نخورن، مگه ما یقتو گرفتیم؟ اونا هم همینجور آمدن خودشون تشخیص دادن، اون یکی اونو معرفی کرده، اون یکی اونو معرفی کرده. ما یه زمانی در 24 ساعت 20 ساعت برنامه بهایی داشتیم، همشون هم انقدر ما رو چلنده بودن که نفس نمیتونیم بکشیم. بله چندین بار هم گفتم پولشون رو سر موقع دادن، آقای رفرف یکی از اونایی بود که پولش سر موقع میداد، ولی با یه تکنیک خاصی پول رو میداد. بعد میگفت صبح بجا حالا از شیکاگو رفتم تگزاس پهلو داداشم دیگه من ندارم روزی 10 دلار بدم. میگفتم خب چیکار میخوای بکنی؟ من میتونم روزی 5 دلار بدم. شما یه روز ببین چه تکنیکی، و من احمق تو دام اینها چه تکنیکی. شما یه روز در میون برنامه پنو پخش، من میدم خب برای من سخته، این در بیار بذار در بیار در. گفتم آقا 150 دلارم به قول چیزا سگ خور، ما برای شما هر روز پخش میکنیم. اینا اینجوری هست. حالا شما اومدی بعد این همه سال که من تجربه گرفتم، بعد این همه سال که دست من سوخته، میگی نه آقا این نور فلانه و این شعله آتش نیست که به سوزنته. برو آقا برو دنبال کارت. بله شما اسم دزدی بران گذاشتید. بله دزدی کردن، دزدی کردن، دزدی کردن. سه دفعه با صدای بلند میگم که اگر گوشتم سنگینه بشنوی، دزدی کردن. آقای حسیبی از من دزدی کرده، آقای کشیش حمید از من دزدی کرده، آقای مطلبی و دیگر بهائیان از من دزدی کردن. آی ملت، خلق الله، اینها زیر دین من هستن. شما میخوای زیر دین نباشن، بگو چند بده کارم تا بهت بگم. آقای کشیش حمید 150 دلار، آقای حسیبی 250 دلار، آقای مطلبی چه میدونم 6 ماه یادم نیست چقدر، باید نگاه کن. چی دارید میگید آخه بابا؟ بریم حالا باید دوستمون از ایران میگه آقا بیا برو تو رادیو فلان، میگم آقا ولمون کن، ما همین 4 تا سوراخی که هستیم انقدر آب میاد داخلش، دیگه حالا بریم 4 تا سوراخ جدید ببینیم چی میشه. خب دوستان عزیز، امروز بعد از برنامه خودم تقریبا ساعت 4 بعد از ظهر ویدیوی آقای چمنارا رو میذارم. آقای چمنارا ویدیوهاشو به نام اندیشکده قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران میذاره، تهیه میکنه، که ایشون یه مبلغ خیلی ناچیزی اون موقعی که ما 50% حراج گذاشتیم مهندس به موقع اقدام کرده آمده میده. این ویدیو رو ما براش میذاریم، روی فیسبوک هم میذاریم، روی بالاترین هم اینجا میگن بونس فری بی،
اون را هم یا بهش میگن حسن نیت، برای که ما حسن نیت نشون بدیم این هم این کار میکنیم. مثل این که مثلا شما یه پستچی داشته باشید، این بدون شما پاتون درد میکنه، وقتی نامه رو میاره نامه های همه رو بذاره توی قوطی نامه، ولی نامه شما رو بیاد دم در بده. ما هم این کار داریم انجام بدیم. امیدواریم دوستانم متقابلا این رو درک کنن که آقا این حسن نیت، این نشون دادن صمیمیت، نشون دادن صداقت. اینم از این همین شمایی که امروز شدی فیلسوف بهایی ها، آقای پرویز سهند، تماس بگیر به این آقای مطلبی بگو چقدر قربون صدقه من میرفت که آقا شما چقدر صادقی. خب آقا آدمی که صادقه شما باید اینجوری ببری بنداش تو دست یه نفر بپیچونیش که من الان دیگه دلم نیاد اون خانمه رو سو کنم، پولشو برداری بری. بابا نکنید نسازید. در مورد این نکنید نسازید چیکار کنم؟ خدای پریروز شنبه یه نفر به من زنگ زد، تقریبا صداش مثل گریه، که آقای سوربی من از شما عذر میخوام. میگم عزیز من شما بگو کی هستی، چی کار کردی، کجا کلاه منو برداشتی یا چه کلاهی سر من گذاشتی که امروز عذر میخوام. گفت من سالها بیننده شما بودم، شما وقتی از این اشکالای ایرانی ها میگفتی، از مشکلاتی که داریم میگفتی، من حقیقتش تو دلم به شما فوش میدادم که آقا این مردک چیه، یه کلمه حرف خوب نمیزنه، همش ایرادا رو میگه. و مگر میشه آقا یه نفر بلند شه بره ایران یه زنی بگیره، زنه باید پرستار باشه، بیاد بذاره اینجا از مادرش نگهداری کنه، بابت این زنه از دولت آمریکا پول بگیره، زنه و مادرش رو ول کنه بره لاس وگاس قمار کنه؟ مگه امکان داره؟ مگه یه همچین بیوجدانهایی تو جامعه ما هستن؟ استغفرالله، نعوذن بالله. گفت حالا این بلا سر خودم آمد. چه جالب دوستان، امروز دیدید این مثالی که خوندیم، آدم آمد به سرم از آن چه می ترسیده. حالا این آقا نمی ترسیده، چون آدم اگه بترسه محتاط یا با احتیاط کارش انجام میده که بلا به سرش نیاد. این آقا نمی ترسیده، باورش نمی شده که یه همچین شخصی تو ایرانی ها وجود داره، از این بدتر یه همچین شخصی برادر کوچکش هست. بشنوید این داستان. بعدی که یکم آرومش کردیم، آقا حالا شما چی شده؟ خیلی خوشحالیم که بالاخره برگشتی طرفدار ما شدی، حالا دشمنید چه ضرری برای ما داشته من نمیدونم، خدا میدونه به کجا زنگ میزدی در باره ما چی میگفتی، حالا ببینیم دوستید چه حسنی برای ما داره. گو آقا من برای پدر و مادرم اقدام کردم، اینها را آوردم آمریکا و برای برادرم هم اقدام کردم، ولی اینا وقتی آمدن آمریکا اگه اینا اقدام میکردن برای برادرم زودتر میومد و اونا این کار کردن، برادرم هم آمد، تا آمد اینجا فوری گفت من حوصله ندارم 5 سال وایسم نمیدونم برای سیتیزن و فلان اینا از این مزخرفات، و رفت ازدواج کرد با یه خانم آمریکایی. میگه پدر مادر ما هیچ مشکلی نداشتیم، این خانم هم زن خوبی بود که با یک اولاغی مثل این حاضر شده ازدواج کنه، بهتر این که با یه اولاغی مثل این حاضر شده توی خونه زندگی کنه. گفت آقا بعد یه مدتی ایشون رفت سراغ نمیدونم چی میگن مثل آقای دونالد ترامپ، سراغ دیگران، و این زنه طلاق گرفت. میگه وقتی طلاق گرفت، خب تو آمریکا دادگاه میگه آقا شما آمدید دو تا جوان بودید ازدواج کردید، هیچی نداشتید، یه کت شلوار یا مثل سوربی کت هم نداشتید، یه جلیزقه داشتید، ولی امروز خونه دارید، ماشین دارید، این دارید، این دارید و حاصل عمر هر دوتاتونه. حالا مثلا فکر میکنیم که شما 500,000 دلار زندگیتون ارزش داره، این 500,000 دلار 250,000 دلار مال شماست، 250,000 دلار مال این، هر کی بره سراغ کار خودش، و اگرم بچه‌ای باشه از بچه‌ها نگهداری میکنن، تصمیم میگیرن دادگاه اینا شانس آوردن بچه نبود. اینو شما داشته باشید دوستان، تو این چاه‌ها نیفتید. این آقا میگه آقا پدر مادر من به خاطر سنشون و به خاطری که اون قدیما این وضع آمریکا بهتر بود،
این خدمات اجتماعی آمریکا را استفاده میکردن، یه خونه شیک، یه آپارتمان شیک و بیمه و پول آب و برق و دکتر و فلان، اینها همه چی بهشون میدادن، ماهیانه هم یه پولی بهشون میدادن. ما هم وظیفه فرزندی سری بهشون میزدیم، جای مهمونی بود اینا میبردیم میبردیم. گفت این مردک، این احمق برادر کوچیکتره که آمده، گفت آقا رفته با این پدر مادر گفته ببینید این خانم میخواد همه این پولا رو ازش بگیره و بهتره که این هر چی داره بکنه به نام پدر مادر، که وقتی میره دادگاه، دادگاه بگه آقا شما خونه داری، بگه نه اینها به نام پدر مادر مال من نیست. که از همین ایرانی بازی ها دوستان، وقتی من میگم ایرانی بازی ها، بدتون نیاد توی جمع بشینید، طرف بعضی وقتا روش نمیاد بگه این فامیل منه، این داداش منه. داستانی که میگه از زرنگی های ایران حقیقتا فامیل همونن، داداش همونن بماند. میگه آقا این خانمه رفته دادگاه، خب بهش گفتن این چیزی نداره، گفته باش، آمده تماس گرفته با شرکت و با اداره سوشال، شما که به اینا دارید کمک میکنید میدونستید که این خونه داره، پول داره، ساختمون داره، فلان داره، اینها چنان دردسری برای پدر و مادر این درست کرده، اونا رو تو دردسر انداخته، حقوقشون رو قطع کرده. دولت میگه شما چون دارایی دارید، تمام این پولایی رو که توی چندین سال گذشته گرفتید باید پس بدید. بعد این بیچاره رو تو دردسر انداخته که شما هم هر جا برای اینها امضا کردید امضای دروغین دادید. دوستان هنر نزد ایرانیان است و بس. آقا برای که 100 هزار دلار 200 هزار دلار سهم زنش رو که حق مسلمش بوده نده، چنان این خانواده رو به گند کشیده که بوی گندش دیگه الان همشون رو داره خفه میکنه. حالا این داستان آمریکاست. اون وقت ایرانی ها خونه و زندگی و فامیلشون تو ایران به خطر میندازن، میان اینجا، وقتی به مقام والای سیتیزنشیپی میرسن یه اولاقی مثل پرویز سهن میگه آقا شما به چه حقی؟ میگم احمق، این حقیه که خود اینا به من دادن، تو به چه حقی به من میگی به چه حقی؟ ای داد بر ما، بستونه درد دل از سوربی. اصلا اون دوستمون فراموش کرد به من گفته آقا برو رادیو تیونز. آقا رادیو تیونز تو سر من بخوره. شما اگر رو رادیو تیونز هستی میخوای سوربی رو نگاه کنی گوش کنی، تشریف بیار رو فیسبوک، تشریف بیار رو یوتیوب، تشریف بیار رو مردم.tv.com، تشریف بیار رو همین چیزی کودتایی که درست کردی چی اسمش، تلگرام. آقا هر روز هر برنامه جدیدی تماس با بعد براش فرستادم، گفتم آقا نگاه کن این رادیو تیون من مدت‌ها پیش رجیستر کرده بودم، ولی بعدن اولین باری که گفتم خب حالا چجوری برنامه پخش کنم، گفت آها شما یه نمونه برای ما بفرست ما ببینیم برنامه شما تو چه کاتگوری میره. یادتونه گفتم این جی ال ویز به من میگفت که شکایت شده، همین دوستان باهائی جاسوسی که زنگ میزنن شکایت شده که آقایی به نام حسن ارشاد برنامه میذاره، شما برنامه این آقا رو اول برای من بفرست تا ما نگاه کنیم. گفتم آها وایسا، برای من بفرست یعنی شما آیت الله بهایی هستید؟ گفت نه، من میفرستم برای اونایی که مسئولن. دوستان وظیفه بیت العدل که برنامه یه نفر رو توی یک کشور آزاد ببره نگاه کنه، زیر ذربین قرار بده، بعدن به من اجازه بدن پخش کنم یا نکنم. ببخشیدا این بیت العدل یا بیت ال... حالا دیگه چی بگم، شما تصمیم بگیرید، شما زنگ بزنید پیام بذارید برای بهایان بگید. اون دوست دیگه اون که اتفاقا هم اسم این پرویز هست و بهایی بوده و ول کرده بهایت رو، اون بیاد بگه چی بگم والا. بله آقای ترامپ میدونید که هر روز گفت هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد. آقای ترامپ هر چی بیشتر بمونه بیشتر خرابش میکنه. توی 10 روز 20 تا اگزیکیتیو اوردر نوشت که آفرین بر این قاضی که دوباره این احمق تهدید کرد که اگر هر اتفاق بیفته تو مسئول شی.
میگه آقا هر اتفاقی بخواد بیفته بیفته، تو داری قانون آمریکا رو زیر پا میذاری. قانون آمریکا گفته آقا این رفیوجی پدر سوخته، شما مثل لاتاری، مثل قرعه کشی بلیط بخت آزمایی میکنی، تو 3 ماه 2 ماه یه کسی رو که نه خودشو میشناسی نه زنشو میشناسی نه بچهشو میشناسی، همه رو برمیداری میاری اینجا مثل یه گله بهشون گرین کارت میدی. ولی یه بدبختی که 22 ماه تو آلمان وای میسه، یه بدبختی که مثل دوستمون الان تو ترکیه وایساده، نمیدونم سالها وایساده اونجا، شما جلو اینو میگیرید میگید این ممکنه تروریست باشه. آخه کدوم تروریست احمقی میاد بره اپلیکیشن پر کنه وایس 2 سال؟ تروریست حوصله نداره، تروریست عصبانی از دست شما میخواد امروز منفجرتون کنه. تلویزیون امروز اصلا نمیخره، فردا میره آدم میکشه، میاد وای میسه 2 سال تو نوبت بعدن میاد. مگر اینکه احمق باشی، مگر اینکه شارلاتان باشی، مگر اینکه همدست پرویز سهند باشی، شارلاتان ترامپ باشی، نمیاد بگه عربستان سعودی که 3000 نفر رو کشت اون نیاد. میگه ایران، آقا ایران که از این ببخشید حماقت آخوندا ندونم کاریش، طرف دکتره بلند میشه میاد اینجا، الان ویدیو دارم بهتون نشون میدم چیکار کرده بدبخت. دکتر هم کلاسی خود من بود اینجا، دکتر گوش حلق و بینی، اینجا توی مغازه مگرودرز سبزی میچید، نمیدونم هویج بزن اینجا، بعد اون موقع مثل الان نبود دستگاهش، هی ساعت به ساعت آب بپاشن روش، گول مشتری بزنن که این تازه است بیاد بخره بره. خب چرا توی مملکت وای نسه؟ اون یه قسمت دیگه است، ولی اینا تروریستن. طرف که از دانشگاه ایران پدر مادری زحمت کشیدن سالها خرجشو دادن، همچین که لیسانس میشه فوق لیسانس میشه، این افرادی که اومدن اینجا آقای سازگاران و دیگران نفوذ دارن پیداشون میکنن ورشون میدارن میارنشون اینجا با مای 3000 دلار 4000 دلار بهترین کارا رو از اینا میکشن، اینا تروریستن. اون وقت اون عربی که میاد اینجا شب میره عرق خوری، اون عربی که شب میره اینجا خانم بازی فیلمش هست، فردا میاد تاورای شما رو منفجر میکنه، اون آزاد باشه؟ خب چرا؟ برای که برید ببینید صاحب اون تاورها کی هست. هیچ وقت شما حرفی شنیدید صاحب اینا کی بودن؟ چجوری این آقای صهیونیست 4 ماه قبلش 5 ماه قبلش یه دفعه مثل که به من بگن آقا سرطان داری، من فوری بودم برم مثلا به جای 500,000 بیمه عمر بگم آقا من بیمه عمر من رو بکنید 3,000,000. برید ببینید چه کار کرده اون طرف، صداشو در نیاوردن. چرا؟ برای که احمقایی مثل این پرویز سهند میگن آقا ما در مملکت که هستیم باید احترام بذاریم به رئیس جمهور. نه من به اون احترام میذارم، نه به شما احترام میذارم، نه به دزدای دیگه مثل شما. برید بپوسید، برید تو سوراخاتون بمونید تا خفه بشید، حناق بگیرید، یکی یکی انشالله شاهد مرگتون باشه. چی بگم آخه، من به شما کاری داشتم؟ و اما بله، میگه که ما هنوز برای تهیه اینجا بشه اولین ویدیو باید درست بشه تا تیوی را بفته. بله و خیلی ممنون، مرسی. گفتمتون که دوستان وقتی که یه جایی هست صبح نمیدونم اداره بهداری اومده، بهداشت اومده نگاه کرده این آقا سالم، خوراکاش سالم، چلو کباب درست میکنه یا استیک درست میکنه، میگه آقا شما بیا 10 دلار بده بشین بخور، باقی اضافیش هم بردار ببر خونه. میان میخورن بعد میگن که خوب آقا، ولی خب ما خودمونم میتونیم، آقا 2 دلار داده استیک، ما 2 دلار میدیم استیک، چرا 10 دلار بدیم؟ فکر گازش، فکر زغالش، فکر نفتش، فکر برقش، فکر اجارهش، فکر بیمهش، فکر نمک، فکر فلفل، فکر هیچ چیزش نیستن، میرن باز میکنن بعد گیر میکنن. چشم، ما هستیم کمک میکنیم. گفتیم آقا هر کس بخواد تلویزیون داشته باشه ما کمکش میکنیم. از همین آقای مصطفی زاده سوال کنید، وقتی میخواستن تلویزیون خودشون را بندازن ما تا اونجایی که در توان و در دانشمون بود بهشون کمک کردیم، ولی ایشون رفت افتاد تو دست این طرفداران پادشاهی و این نمیدونم کارگران چپ و کمونیست و فلان و اینها، بیچاره رو دیوانه کردن، گوه آقا نخواستم ول کرد اصلا، بس همه چی رو رفت دنبال کارش. بمانه ماجرایی که برادری ازدواج کرد و اینها براتون گفتم. بله آقای دکتر رضا سلامی که ایشون همشهری من هم هست، اونایی که شیرازی هستن میدونن که یک درمونگاهی، یک دیوونه خونه، یک تیمارستانی تا
توی شیراز بود و این جای تأسفه که وقتی یه نفر مسئول یه درمانگاه هست ما فکر میکنیم اون طرف دیوونه است. حالا خودش که هیچی فکر میکنیم خانوادهش هم دیوونه است. این سلامی ها توی شیراز خیلی خدمت کردن، خیلی جاهای چی عامل منفعه درست کردن و در هر صورت ایشون پریروز یه توماری نوشته برای من، نوشت که سوربی جان من کار خودم رو انجام دادم و تومار رو نوشتم، حالا دیگه وظیفه شماست که پخشش کنید. برای مثال زدم گفتم دوست عزیز ببین، مثل این میمونه که من این نامه رسونه ماشینش که میاد میره اونجا برمیگرده بدو هم برم بهش بگم که این مال ما چاینیزه، بگم مثلا مستر چانگ من کار خودم رو کردم، نامه برای مادرم نوشتم، حالا وظیفه توی که ببری برسونیش. این میگه آقا این سوربی خل شده، وظیفه من هست این رو برسونم وقتی که شما تمر بزنی روش. نامه نمیشه همینجوری بنویسی آقای سوربی من اینو نوشتم پخشش کن. بابا جون نامه رو نوشتی، زحمتش کشیدی، باید تمرم خرجش کنی. آه سوربی هم این یک نامه رسان پخشش کن. از این مسیحی ها یاد بگیم. مسیحی ها گفتم دو سه نمونه اینجا ما داریم الحمدلله. یکی از چیزایی که من دنبال این هستم که خونمو به اصطلاح اینجا میگن داون سایز، یعنی کوچیک کنم. آقا دیگه بچه‌ها بزرگ شدن رفتن، ما خونه میخوام چیکار، یه آپارتمان بسیم برگردیم بریم تو آپارتمان. از دست اینایی که میان در خونه زنگ میزنن میخوان دین تو عوض کنن، میخوان نمیدونم بابا داری مثلا چمن یکی دیگه نه نمیدونم هر چیزی که لابد دیدید، یکی میاد نوشابتون عوض کنه، فیلتر آب بهت بفشه، هر چی. ما یاد گرفته بودیم اولا یه چیزی نوشتیم گذاشتیم اونجا که اگه میخوای دین ما رو عوض کنی، ما تصمیممون رو گرفتیم عوض کردیم فلان اینا، ما هیچی نمیخریم هیچ کاری نمیکنیم. آخرش نوشتیم اگه آبجو داری در بزن تا درو باز کنی، یا آبجو بز پشت درو برو. اوکی. یه مدت این مسیحی ها میمدن، یکیش بود که دیگه خیلی پررو که اتفاقا یه ایرانی هم همراهش میومد، انگار که حالا برای پررو بودن کم کم داشته، ایرانی هم با خودش میومد. یه چند بار بهش گفتیم آقا جون شما میخوای از این تلویزیون استفاده کنی، باز هم مثل دوست اون آقای رضا سلامی پول بده ویدیو تو پخش کن، من خواستم مسیحی میشم دیگران خواستم مسیحی. نه آقا شما معروف هستی بیا تو این کلیسای ایران. گفتم آقا دست از سر کچل ما بردار، من نه تو هیچ حزبی میرم نه تو هیچ مذهبی تبلیغ میکنم، من آقا اینجا با خدای خودم صحبت میکنم، حالا یا خدای من چوبه یا درخته یا دیواره به شما مربوط است، شما برو هر کاری میخوای بکنی، شما برو به مردم به دروغ بگو که تو نماینده خدا هستی. دیروز این یک شنبه تو این چیزها رو نگاه کنی، طرف خانم ها دیگه زنها چقدر زیاد شدن، این کشیش های زن بمانه. اتفاق همین کشیش حمید که پول ما رو خورده، هر از چند روزی هم یه زن خوشگلی نمیدونم این هم سیغه میکنه چیکار میکنه دوربرش های برنامه میزن. ما یاد گرفتودیم اینا که میومدن تا میگفت که من میخوام راجع به انجیل صحبت کنم و شما را آشنا کنم با یهوا و نمیدونم خدا و اینا، میگفتم چه خوب شد شما اومدید، من الان دیگه ایمانم به خدا قوی تر شد. میگفت چطور؟ میگفتم باور کن 30 دقیقه قبل خدا به من تماس گرفت، گفت دو تا نفر میان با چرخ و با کراوات و اینها، یا میگفتم که مثلا گفت 6 نفر میان 4 تاشون تو ماشینن 2 تاشون پیاده میشن و تو سوربی اگه میخوای بهشت بری گردن این دوتا رو بزن. اینا یه نگاه اینجوری میکردن، میترسیدن حالا چیکار کنن، فرار کنن، من شوتشون میکنم. خیلی ملایم میگفتن نو یو آر کیدینگ، یعنی شوخی میکنی. گفتم نه شوخی نمیکنم، مگه شما به خدا باور ندارید؟ مگه شما نمیگید خدا باهاتون تماس میگیره؟ چطور خدا فقط با شما تماس میگیره؟ با منم تماس میگیره، به من اینجوری گفته. حالا دیگه خونه من نمیاد، چه کار میکنن؟ اینا رو میذاره تو زیپلاک با ماشین که دارن میرن پرت میکنن و میرن. خب شاید هم حالا دیگه سرده نمیاد. چیه مثلا این یکی؟ Good news The Gospel of John and Romans، خبر خوش. گاسپل این مثل همون چیزای مال زرتشتی هم هست، چی بهش میگن؟ شعر میخونن و فلان اینا، دیدید که توی کلیساها هم میخونن. Answers for life، همه جوابای شما رو برای زندگی اینا داره. خیلی جالبه ها، یه کتاب اینا خوندن همه جوابها رو داره.
ولی مریض که میشه میره دکتر. آقا شما اگه همه جوابا رو دارید تو همین بخون، مثلا آزارچوب با نمیدونم چی میگفتن سپسون فیکس کن درست میشه. در اصل اینم چیز جدیدش بود. حالا دیگه این یکی نمیدونم کلیو بدونید که اون اسم کلیوپاترا و اسم و اینا بوده، ولی آمدن نقاشی درست کردن. یعنی اینا از بچه ها هم نمیگذرن. میدونید که خیلی از این کلیساهای مخصوصا توی آمریکا و اینها این پریستا برای که دولت بهشون گفته به اصطلاح ازدواج نکنید، اینا میگن دولت نبره کلیساشون گفته ازدواج نکنید، میگن خب باشه ما ازدواج نمیکنیم، ولی این بچهای بیچاره رو بچهای بیچاره رو که پدر مادر گذاشتن اونجا که چیز کنن، اینا رو بهشون تجاوز میکنن و تا حالا میلیون حتی میلیارد ممکنه پول داده باشن. و همین واتیکان و همین آقای پاپی که همه میگن این چقدر پاپ خوبیه، میگه گیا بیان بدن برن هر کاری میخوان بکنن ما کاری نداریم، فقط شما پولتو بده اینجا هم که میای دولا باش. بزرگترین بانک جهان رو همین داره آقای پرویز سهند. شما جرأت داری حرف بزنی راجع به بانک های واتیکان؟ من حرف میزنم. فقط آخوندهای ما دوز نیستن، آخوندهای اینا که 600 سال زودتر اومدن، آخوندهای کلیمی ها که 3000 سال زودتر چقدر چند هزار سال زودتر اومدن، اونا استاد اینا هستن. حالا دیگه شما هم آخوندتون 150 سال 180 سال پیش اومده دیگه چه میدون. خب آقا خیلی ممنون آقای مصطفی زاده، ایمیل شما رو گرفتم و از شما ممنون و متشکرم، بارها هم تشکر کردم. آقای مصطفی زاده تنها کسی بوده که سالها پیش حتی قاوه عکس خونش رو نمیدونم یه وسایل ساعت و این چیزا داشت برای ما پست کرد فرستاد، زحمت کشید، ما هم از اینجا گذاشتیم تو تلویزیون، یه نفر خرید و جالبه فکر کنم مثلا اون برگشت همون اروپا. ما ممنونیم متشکریم و اگرم بدهی به شما داریم لطف کن بگید تا بعد. خیلی من خب چه کسی میگوید مهم نیست، ببینید چی میگه. چه قشنگ امروز درست همین آمد، ما خوندیم یه دفعه دیدیم آقا این آقای پرویز سهند بهاییه. پس مهم هست که چه کسی میگوید. اگه هر کدومتون به من میگید مهم نیست که چه کسی چه میگوید، فقط گوش بدید که چه میگوید، زنگ بزنید تماس بگیرید مهمون برنامه من باشید، تو برنامه من بهتون ثابت میکنم که اتفاقا خیلی هم مهمه. آقای مصطفی زاده اون آگهی که میگید شما بفرستید، من برای شما 3 ماه مجانی پخش میکنم. چی بگم بود؟ داریم ازتون تعریف میکنیم که شما یکی خوب بودی، شما هم داری خودت اینجوری گند میزنی. آقا آگهی که شما میگی من با صدای خودم، من میگم آقا من قبول ندارم این چیزا رو، من نمیتونم اینو بگم. شما با صدای خودت آگهی درست کن بفرست بیاد، من 3 ماه برات مجانی پخش کنم. بابا کارمون خیلی خرابه. آقا شما برو به زندگیت برس، برو به کارت برس، برو به هم پرندهات برس. چی بگیم به خدا؟ یه دونه دوست برای خودمون نداریم. ما از این آقا خواهش کردیم، آقا این آقای افشارها فقط جمعه ها تعطیله و قبلا هم جمعه ها برنامه داشته و دوست هستیم. اینو مش یک نامه برداشت نمیش، من با هیچ کس دوست نیستم، من فلان. آقا ولمون کن تو رو خدا، شما انقلاب کردی، ایران آزاد کردی، طرح خودگردانی گذاشتی، ممنونیم متشکریم. ما هم اگه یه روزی این آقای سهند به وظیفه بهایی بودنش عمل کرد و به FBI گزارش داد و FBI انقدر خر و نادان بود که آمد و به من گفت سربی شما قسم خوردی از هر اولاغی که بشه رئیس جمهور مثل خر سرت رو بکنی پایین و دنبال روی کنی، ما دستمون رو جمع میکنیم میریم ایران. اونجا که رفتیم اگر دیدیم آقا این آخوندا انقدر بهمون فشار میارن که ما مجبوریم از شما در هلند طرح خودگردانی چشم، ولی کجا بریم ثبت نام کنیم به کی بگیم؟ اونم شما لطف کنید بگید چی بگید. والا مردیم. به این آقای حسین که برامون فرستاده بود بیا تو تلگرام، برامون فرستاده بود بیا تو این رادیوتون، گفتم آقا من دارم دنبال یه برنامه میگردم که اینو کمتر کنم برم سراغ کار زندگیم. نخواستیم آقا، شما ایرانی ها پیشکش خودتون.
ما با همین کافرا و با همین بدینا و با همین یانکیا و با همین اولاغا و نمیدونم کابوی دیگه میگن گاودار، گاوچرون، گاودار، فارمر، فرم کن، گاوچرون، با همین کابوی ها ما زندگی میکنیم. بس والا اینا حرف ما رو بهتر میفهمن. باز دکتر کاظم رنجبر حرف قشنگی زد، البته این یه شعری هست، ای بسا نمیدونم دو تا همزبان که حرف هم رو نمیفهمن، ای بسا یه ترک و یه هندو که حرف دل همدیگر رو میفهمن. چی بگیم؟ حالا شما وسط دعوای من و بهایی آمدی نرخ تعیین میکن. آقا ما ملت شماها شاهد ما باشه، 3 ماه آگهی به آقای مصطفی زاده بدهکاری، لطف کنید آگهی درست کنید بفرستید بیاد ما پخش. خب بذارید همینجا اینو من براتون بگم اگه حوصله ندارید. شما اگر تا امروز باور داشتید که مهم نیست چه کسی میگه، مهم اینی که چی میگه، فکر کنید که میخواید مثلا برید مسافرت، مجبورید خودتون و خانمتون برید و 2 تا بچه یه گمپ و گل دارید، یه پسری، یه آقا پسری، یه دختر خانمی، میخواین اینو بدید دست یک خانواده‌ای که 2 ماه 3 ماه که شما میرید ایران اینها ازش نگهداری کنن. یه آگهی مینویسید، یه نفر میاد، چند نفر میاد، بعد میگه یه نفر حرفای خوب میزنه، میگه من از بچه شما مانند فرزندان خودم نگهداری میکنم. ببینید این چیزی که داره میگه، چیزی که داره میگه خوبه دیگه، ولی شما نگاه میکنید میبینید آقا این مثلا 3 سال پیش یه بچهشو خفه کرده، یه بچهشو تجاوز کرده، یا این ای آقا این همین دونالد ترامپ بگه میخواد دختر خودشم سوار بشه. خب پس مهم نیست که کی چی میگه، مهم اینه که چی میگه. نه خیلی هم مهمه. دونالد ترامپ اگه من میام از دختر شما نگهداری میکنم، حالا نمیدونم، مگر اینکه دیگه شما خودت یه مرضی داشته باشی دخترت رو به دست ترامپ، و الا فکر نمیکنم هر کس دیگه‌ای بدون توجه به اینکه چه کسی گفته، چون خوش گفته قبول میکنه، چون گفته من از دخترت نگهداری میکنم، نمیدونم هر روزم بهش میرسم، مطمئن میشم که حمام میره، حمامم میبرن. ببینید به همین سادگیه که ما یه چیزی رو بلد میشیم یه چیزی رو بلد نیستیم. به همین سادگی که آقا بنده تا سال 1987 فکر میکردم بابا شاه یا پادشاهی موهبتیست الهی مردم دادن به شاه. دروغ. آقا طرف میاد با این هیکلش تاج میذاره رو سرش، دروغ میگه. موهبت آقا کجا موهبت الهی پادشاهی بوده؟ ای کاش باز اقلا هم موقع بود کفتری میدوید یا میچرخیده، نمیدونم حالا یا فضله مینداخته رو سر یکی یا میرفته مینشسته رو سر یکی انتقام میشده دیگه. چرا این دروغ بزرگ رو چپوندی توش؟ پادشاهی، سلطنت موهبتیست الهی که از طرف خدا پروردگار به مردم نمیدونم. باور کنید انقدر چی نوشتیم اینجا گذاشتیم نمیرسیم. خب بله اینجا برای این دوستمون که اسمش حسینه نوشتم، حالا من فهمیدم چرا این امام حسین بیچاره فریاد میزنه هل من نصر نصرا، آیا کسی هست که مرا به اصطلاح یاری دهد. اینه خب این دوستمون که میخواد یاری بده، من تو ایرانم نمیتونم، ولی قولت میدم، ببخشید حالا برای حسین نمیگم برای دیگران میگم، چی تو این همه ایرانی از این تلویزیونا عذر میخوام اینو میگم، قرص فلانشون بلند بشه، قرص سوراخشون تنگ بشه، میخرن پولش هم میفرستن، ولی وقتی میخوان حمایت کنن میگن خب ما که میدونی این برای آبین، اگه پول بفرستیم، اگه سکه باشه بندازیم تو آب میره پایین تو اقیانوس، اگرم پول باشه خیس میشه خراب میشه. آقا دروغ میگیم، هممون دروغ میگیم، منم دروغ میگم. اینها دیگه نمونهش مگه نمیبینی؟ آقای مصطفی زاده میگه شما دروغ گفتی. آقای مصطفی زاده شما که انسان شریفی هستی، شما که مرد با تجربه هستی، چرا به من دروغگو اینقدر اعتماد کردید؟ یه بار نه، 2 بار نه، 3 بار نه. آمریکایی‌ها میگن من اگر شما رو فریب دادم خجالتش برای من، اگه بار دوم شما رو فریب دادم خجالتش برای شما. چی بگم؟ خب دکتر رضا سلامی توماری نوشته ولی فایده‌ای نداره، پول پست نمیخواد بده، میگه شما پخش کنید.
میمونه کنار اتاقش تا خاک بخوره. و how to block pages you don't need. یه دوستی ما داریم هم شیرازیه هم جوونه، از پسر خود من هم جوونتر. این با ما خیلی دوست بود، صمیمی، تو برنامه ها زنگ میزد، میومد صحبت میکرد اینا، یه جورای طرفدار آقای دکتر محیط بود. وقتی که دکتر محیط چپ و راست پول از ایران و پول از این ور اون ور میگرفت و هی به ما فشار بیشتر میورد که بیشتر پخش کن فلان اینا، ما گفتیم آقا ما اینجوری دیگه نمیتونیم کار کنیم و یا پول بده یا برو یه جای دیگه. این آقا هم قهر کرد از ما، فکر میکرد دکتر محیط ناجی دنیاست. حالا رفته 3-4 سال به شوخی حالا بهش بگم آدم شده، درسش تموم شده، دانشجویش تموم شده، داره کار میکنه، حالا دوباره برگشته. و چند مدت پیش یادم اتفاق نوشته بود که آقا شما من را از لیست خود خارج کن. گفتم آقا من یکی و دوتا ندارم، من بیش از 13,000 نفر اینجا تو لیستم، نمیدونم اصلا چجوری، شما منو بلاک کن. خلاصه برگشت که یک اشکالی دارم، یک کمکی میخوام، کمک کنید. گفتیم چشم، بفرمایید چه کمکی. و دیشب موقعیت پیش اومد با هم صحبت کردیم و ایشون میگه که وقتی میره یه سایت ایرانی، احتمالاً شما هم همین اشکالو داری، میگه سایت ایرانی که میره روی چیزی اگر کلیک میکنه، یکی دو تا سه تا، حالا اسمشو پنجره میذارید بذارید، اسمشو صفحه میذارید بذارید. میدونید که وقتی میگن سیستم ویندوز، اگه اشتباه نکنم از سال 95 که آمد، منظورش این بود که شما مثل یک مثل ویندو یا مثل دریچه‌ای که میتونید بذارید، چند تا میتونید بذارید، نگاه کنید از این به اون، از این به اون، مثل خونتون از این ویندو یه چیزی میبینید، اگه برید اونور میتونید فضولی همسایه اونوری رو بکنید، برید پایینتر میتونید فضولی همسایه میلر رو بکنید، مثلا اینجوری. اینا باز میشن بدون اینکه شما بخواید. اوکی؟ این میگفت، گفتم والا نمیدونم، باید بستگی به براوزرت اون رو بلاک کنی. بعضی هاشون میگه open in private نمیدونم مود، بعضی هاشون میگه بلاک پاپ اپ، من نمیدونم، دانش من اینقدر نیست. دوستان اگر کسی از شما وارده لطف کنه یا لینکی چیزی هست بفرسته. امروز با همین دانش کمی که دارم یه لینک پیدا کردم براش فرستادم، امیدوارم خودش چون دانشجو بوده، دوست عزیز فکر نکن به قول آقای آریانپور وقتی این مدرک رو دادن دستت فارغ و تحصیل شدی، مدرک رو گرفتی حالا بهت میگن you are on your own، یعنی مثل رانندگی اون وقت، حالا مربی بغل دستت مینشست، حالا گواهینامه رو دادن، حالا دیگه خودت باید همه تابلوها رو ببینی، همه آدما رو تو خیابون ببینی، ماشینا رو ببینی، احتمالاً یه احمق یه مستی هم که داره از اون ور میاد، اگه اونم بعد رانندگی میکنه بده. همون دانشجو وایسا تحقیق کن، پیدا کن، اگه پیدا کردی جوابشو سامان عزیز برای منم بفرست. این هم عزیز. خب پس یاد گرفتیم که خیلی هم مهم هست که چه کسی چه چیزی میگوید. و این ماجرای پیام حسین باز برای آقای افشارها، آقای افشارها باز اینو من نمیخواستم بگم، حالا که شما زنگ زدید. حسین آقای عزیز، شما که انقدر سواد انگلیسی داری، سواد کامپیوتر داری، چرا وقتی یه نفر برنامه میذاره میگه این تلفن من، این ایمیل من، باز میای به من تماس میگیری؟ آقا برنامه گذاشته، یک هتلی، یه اتاقیش برنامه است، یه نفر داره ازدواج میکنه، یه اتاق حالا نگیم، یه سالونی برنامه است، یه نفر پدرش مرده. شما اگر رفتی تو اون مجلس ختمی که پدرش مرده، نمیدونم صحبتی شده، اشتباهی بوده، دوست نداشته، چه کار به صاحب هتل داری؟ آقا صاحب هتل این اتاق رو اجاره داده برای مبلغی مشخص، ساعتی معین، از ساعت 2 تا 4 به این آقا. کی ما میخوایم یاد بگیریم؟ وقت بی خود نیست که این آقای اسمش آقای پاشایی، فواد پاشایی، میگه این آقای رضا پهلوی نمیدونه کی رو کجا بذاره. گفتم بابا کی رو کجا بذاره غلطه، کیو کجا بذاره یا چه کسی رو در چه مقامی نصب کنه، کی رو کجا بذاره چیه؟ تلویزیون ها رو نگاه کنید، خیلی هاشون اینو میگن، شما کی رو میگی؟ اوکی. خب پیام حسین برای افشارها خودتون بفرستید، من منجا نامرسان نیستم. ماجرای شاهنامه فردوسی و امروز با چه زبانی صحبت میکردیم؟
وجودی که این رو برای آقای افشارها فرستادید ولی من نمیفرستم، ولی چون موضوعی بوده که سالهاست من تو این تلویزیون از آقای آبراهامیان چی اسمش؟ هومر آبراهامیان که به نظر من احمق درجه یک، آقای آرمن ساگینیان احمق درجه دو، آقای چمنارا خوی بنده خدا یه حسن نیتی داره ولی ایشون هم یه چیزایی رو مثل همون دیدید راجب حجتیه ایشون اشتباه میگفته، آقای افشارها تصحیحش کردن، گفتن بابا اصلا حجتیه با این چیز که شما میگید فرق میکنه. اینا هی میگن ما مدیون فردوسی هستیم. من میگم آقا یکیتون بیاین اینجا به من بگید که حالا اون نمیدونم ما چه زبانی صحبت میکردیم، یه دفعه فردوسی نشسته، شما که میگید فردوسی 30 سال رفت گوشه عزلت نمیدونم نشست و شعر گفت. اولا شعر نگفته، شعر شاهنامه های دیگه، شعر دیگران رو برداشته جمع آوری کرده، این یک. دوما اینو چاپ کرد آورد یه مجموعه اینجوری کتاب آورد، برای پول رفت بود این کارو کرد، برد داد به محمود غزنوی، گفت آقا کتابی که گفتی بنویس و از ما تعریف کن از شاهان فلان ما کردیم، پولمونو بده. آقای پرویز غزنوی هم فکر کنم باهایی بوده مثل همین دوستان، گفته آهان من به تو گفتم مثلا هر صفحه اینقدر طلا میدم، ولی منظورم سیلور بود، من به طلا میگم سیلور، به سیلور میگم طلا. خلاصه آقای شاهنامه هم فردوسی قهر کرد و رفت و بعد دیپرس شد، افسرده شد. بعد غزنوی دید آقا عجب شعرهای خوبی گفته و اینها، براش پول فرستاد، دیگه دیر رسید و مرد و از این چیز. ولی حسین جان عزیزم تو بیا به من بگو، من که شیرازی هم هیچ، شما که اسمت حسینه، عربا حمله کردن، اولا ما چقدر با استعداد بودیم، یه روزه هممون عربی یاد گرفتیم، چی بود انا دیکو من الهندی کمال نمیدونم قد و قدی، خدا بیامرز این آقای آسمانی رو، مکتب آسمانی داشت، معلم عربی هم ما بود، انا دیکو من الهندی نمیدونم بس. یه شبه هممون عربی یاد گرفتیم و بعد این آقای شاهنامه فردوسی اینا رو چاپ کرد با UPS شبانه فرستاد در خونه هممون، یه شبه یه دفعه سویچ کردیم فارسی یاد گرفتیم. و الا آقای دکتر افشارها شما امروز به چه زبانی میخواستید با حسین صحبت کنید؟ آقا نکنید این کار، اینو نگید آقای حسین، آقا چه میدونی شاید اگه فارسیمون برنگشته بود، یعنی کجا برگشته این همه لغت عربی، شاید امروز با انگلیسی صحبت میکردیم، شاید امروز با عربی کامل صحبت میکردیم، شاید امروز با زبان پهلوی صحبت میکردیم، من چه میدونم. ولی اون چیزی که شما میگین منطقیه آقا، اگر شاهنامه ران آقا یه کتاب شاهنامه نوشتن بردن دادن به یه شاه ترکی، شاه هم پولشو نداده، این چی کار من و شما داره؟ یه احمقی هم آمده گفته که برای که شما فردوسی داشتید ما نداشتیم، به این مردک کی بوده؟ کیچی مبارک بوده، من نمیدونم خبرنگاره، بهش میگه آقا حالا شما که فردوسی نداشتید ما داشتیم، شما کجا هستید ما کجا هستید؟ اولا امروز شما هم خونه خدا میتونید برید هم خونه شیطان، ایرانی ها که هم خونه شیطان راهشون نمیدن هم خونه خدا، خونه شیطان آمریکاست، خونه خدا هم کعبه مکه، هیچ جا راهشون نمیدن. این حرفا چی؟ آدم یه چیز منطقی از شما میشنفه، همچین که میگه به چه خوب شد اینم یه منطقی پیدا شد، یه دفعه میای میزنی مثل اینایی که عرق میخوردن کافر میریختن به هم، همه کافر رو میریزی به هم. بریم بابا یه دوتا چیز کن. خب این دوستمون برای ما یه چیزایی، بله آمریکایی‌ها اعتراض کردن که این محدودیت های مهاجرتی ترامپ به کسب و کار آسیب رسانده، از شرکت اپل، از گوگل، از فیسبوک، همه اینا یکی یکی دارن اعتراض میکنن به این مردک نادان، و ما ایرانی های چاپلوس احمق، مخصوصا این بهایی آقای پرویز سهند میگه نه آقا باید اصلا دنبال ایشون را بریم، هرچی ایشون میریزه ما برداریم نوش جان کنیم، برو آقا بخور تا سیر بشی به من چه. و اما AIC American Iranian Council، شورای ایرانی آمریکایی‌ها که آقای هوشنگ امیراحمدی مؤسسش هست و الان
دیگران هستن، اینا یه نامه اوپن لدر برداشتن برای مردم ایران نوشتن. من برای ایشون نوشتم شما به این نامه های سرگشاده واقعا چیز دارید؟ اعتماد دارید؟ اینم از خب بریم سراغ بعدیش. درد دل. آها این دوست من بنده خدا بالاش ورشتو نشتو قابل تأمل، یعنی در این باره شما فکر کن. بعد نوشته بود که میدون، البته من وقتی اینو خوندم فکر کردم خود ایشون نوشته. بعد نوشتم آقا من از شما انتظار نداشتم، فوری دیگه عصبانی میخوان رو بزنیم بکشیم، آقا چجوری مگه میشه دوست ما اینجوری فکر کنه، باید حتما مثل ما فکر کنه. بعد این دوستمون گفت آقا من اینو ننوشتم، من هرچی دریافت کردم فرستادم، چه خوب میشه از امروز اون بالا پایینم نها، اون بالا بنویسید من این نوشته رو مثلا گرفتم برای شما فرستادم، این نظر من نیست، یا نظر من اینه، نظر خودتونو بگید بمانه. دوستان ایشون اینو نوشته، من یکی یکی میخونم جواب میده. میدونید چرا حکومت ایران، ببخشید ایشون ننوشته، ایشون از یه جایی فوروارد کرده، اینا یکی دیگه براش نوشته فرستاد. میدونید چرا حکومت ایران اینقدر قانون منع صدور ویزا توسط آمریکا بهش برخورده؟ باز جمله غلط. اولا بهش بر نخورد، هر کسی از این قانونا درست کنه کمک مستقیم کرده به آخوندا، هر کسی با ایران جنگ کنه کمک مستقیم کرده به آخوندا، هر کسی ایران رو تو تحریم قرار بده کمک مستقیم کرده به آخوندا. فقط آدمای احمق هستن که فکر میکنن اگر آخوندا رو تحریم کنی مردم تحریم میشن. آخونده که سوار هواپیماشه، آخونده که اسبشم با هواپیما میره، مادر من و تو باید با اون هواپیمای چیچیه پتولوف چیچیه بره بین شیراز بوشه بیفته بمیره، مادر من و تو قرص و دواگیریشون نمیاد. اونا کجا اونا بهشون برخورده؟ از کجا ایشون فهمیده که بهشون برخورده؟ برای من بنویسی، من نمیفهمم، من شخص نادانی هستم، چمدانم. چمدان؟ شاید این دکتر چمدان بیچاره وقتی میگفته چمدان منظورش بوده که من کمدانم، کم میدانم، دنباله بابا ابو علی سینا گفته من بنزه کافی نمیدونم. چون 90% کسایی که مدام در حال رفت و آمد به آمریکا هستن آقا و آقازاده های حکومت ضد آمریکایی خودمون هستن. این آمار شما از کجا آوردی؟ 90% افرادی که میان آمریکا و برمیگردن آقا و آقازاده هستن. خب این آمارا رو ببخشید، مثل اون وقتا بود طرف بی سواد بود، یک کاغذی من مثلا مشق نوشته بودم افتاده بود کنار کوچه، این فکر ده آیه قرآن ور می‌داشت ماچشم می‌کرد می‌کرد توی سوراخی. این نوشته‌های شما را باید یه سوراخی آدم پیدا کنه بکنه توش. 90% اینایی که میان آمریکا و میرن آقا و آقازاده ها هستن. آخه بابا نگید اینا رو. آمریکا مرگ گفتنش واسه ماست. بابا جمله رو درست بنویسید، مرگ بر آمریکا گفتن واسه ماست، اشغالش واسه آقا و آقازاده هاست. باریکلا اینو درست بود. این جمله تا حالا درست. همون آمریکا، همون آخوندی که یا همون که فریاد میزنه مرگ بر آمریکا، خودش زنش فامیلش اگه مریض میشن اولین جایی که سعی میکنن بیان آمریکان، اگه نتونن فعلا میرن انگلستان تا بعد بیان آمریکا. آمریکا جایی که سالانه کلی آخوند و آقازاده برای درمان سرطان و بیماریشون میرن اونجا و در عوض شما را میفرسن امامزاده داوود تا شفا بگیره. آقا نرو. من میفرسن؟ شما را میفرسن؟ نرو. شما نماینده اونایی هستی که میرن؟ نیستی که. پس حرف علکی میزنی. اون وقت شما بالا نوشته بودی 90% اینا هستن، حالا شد کلی. برای مردم بدبخت ایران که فرقی نداره در ورودی آمریکا باز باشه یا بسته بشه، خیلی هم فرق میکنه. من نگران دختر حداد عادل و تابعیت آمریکایی داماد آقای حداد پسر ولایتی زایمان دختر دستجردی و سایر حضرات هستم، وگرنه ما تا همین شمال خودمون هم نمیتونیم بریم. نگران نباش، اونا رو همین آقای ترامپ نادان دیپلمات‌ها و فامیلای اینا رو اصلا نگفته. student دانش آموز پناهجو، پناهجو هم نه، پناهنده. پناهجو یعنی همه مراحلش انجام شده، حالا که پناهنده است این احمق جلوشونو گرفته. خدا رو شد دقت کردین این نخستین تحریم آمریکاست که رو مسئولین اثر میگذاره.
ما دقت نکردیم هنوز، ولی شما که دقت کردی بیا برای ما بگو چجوری اثر میذاره. گیرم که آمریکا نتونن بیان، میره انگلستان، میره آلمان، میره کشورهای دیگه. اینا تحلیلگراست. یه مصاحبه گذاشتم روی فیسبوک دوستان، یه آقایی تماس میگیره با دکتر هولاکویی. این دکتر هولاکویی همشهری منه، هم باهاییه، ولی باهایی ها یه مش مسائل پولی و اینها داشتن، دردسر دارن و بمانه. خیلی سخنور خوبیه و از بس دیگه هر روز روزی 7-8 ساعت حرف میزنه دیگه فوت آب برش. اوکی؟ یه آقای زنگ میزنه، برید اونو ببین، بشنوید، گوش کنید با جان، چی میگن، با گوش جان بشنوید، ببینید اینا هستن تو آمریکا. بعد همین آقا وقتی میره ایران، برای اونایی که تو ایران هستن ادعا میکنه که این اصلا شده مادر همه علوم در دنیا. ببینید چی میگه به آقای هولاکویی. میگه آقای هولاکویی 38 سال پیش انقلاب شده، بچه‌هایی که 5 سالشون بوده یا بچه‌هایی که کلاس پنجم بودن الان 45-50 سالشونه. اینا تو مدرسه مغزشون شستجو دادن، گفتن مرگ بر آمریکا. حالا آقای ترامپ درست میگه که اینا نیان آمریکا. ببین این منطقو داشته باش، به همین پوفیوز بگو تمام اینایی که تو دوره انقلاب درس خوندن خوب شستجوی مغزی شدن، طرفدار آخونده هستن. میگه نه آقا چی میگی، 99 درصدشون طرفدار رضا پهلوی هستن. میگم آخه احمق، حرف خودت اینجا میگی اینا مغزشون شستجو شده. ای مغزشون شستجو شده طرفدار آخونده هستن، بذار همونجا بمونه. ولی خودتون میگید همه منتظر رضا آخونده هستن. رضا دست کمی از آخونده نداره، یه هم هر جا مجلس پلوی هست و اینا با سرعت میره. نمیدونن چی میگن، هر مزخرفی مینویسن، میگن، زنگ میزنن. بعدم تا زنگ زدی به هولاکویی، میگه من باید اول فلسفه بچینم، مقدمه چینی کنم تا بعد صحبت کنم. میگه آقا مقدمه چینی نداره، نظرتو بگو. تا گفت آقا وایسا، افسارشو نگه دار. اینجوری نیست که تو میگی، اینجوری این مزخرفات چی گغشو گرفت. حتما برید رو فیسبوک ببینید. اگر کسی هست میخواد این ویدیو رو حمایت کنه، فکر کنم 10 تا 12 دقیقه است که ما چند روز تو تلویزیون مردم نشون بدیم، درست مثل کی؟ آقای دکتر رضا سلامی. آها، تمر بخرید بزنید. این تمر بخرید بزنید پول هزینه بسیار کمیه که به تلویزیون مردم پرداخت میکنید تا براتون پخش. بله، بچه هاشون دیگه نمیتونن با پول مردم برن اونجا شاهانه زندگی کنن، یا به ناحق بورسیه تحصیلی بگیرن. یا برو آقا، آقای ترامپ قربون دستت، در این زمینه یکم تحریما رو بیشتر کن. والا من نمیدونم چی بگم. خب، و اما دوستمون پتیک نوشته که کاگو جون صبح بخیر، چندین مطلب. آن شخصی که شرط را در مورد دکترای مصدق باخته پول را فرستاد یا نه؟ نه عزیزم، اون خانم یا آقای ببو پول را ارسال نفرمودن. به حسین محمدی در مورد افراد خیر محلی گفتی؟ والا برای ایشون دو سه تا چی نوشتم، براشم نوشتم که یه وقتی باید با هم صحبت کنیم. گفت من حالا میرم، شب میام. شب آمده بود نوشته بود شرمنده دیر شده دیگه، وقتی دیر ایرانه ببین دیگه چه موقع اینجاست. در صورت نتونستیم با هم صحبت کنیم. و ببین، عوض شدن برای دوستان آسون نیست. بعضی وقتا حتی وقتی بهشون میگی، مثلا ممکن این عوض شدنی که آقای حسین به ما پیشنهاد میکنه، آقا برو تلگرام، برو رادیو، نمیدونم چی چیز خوبی باشه، ولی من چون مسنم و تنبلم و عادت کردم به این سیستم نمیخوام برم و هزار یک دلیل میارم که آقا نخواستم، اونجا نیست، وقت نیست، فلان، نه نمیرم. اینا هم همینجوره. این دوستانمون هم عادت کردن به یه سری کار و این کار رو که اگه بخوای عوض کنی براشون خیلی مشکله. یه همینجا مثال برات میزنم. مادر بزرگ خود من میگو مادر من با همین پریموس یادتونه یه چیزایی بود اینجوری نفت رو میزدن و داغ میکردن و بعد مثل گاز آبی میسوخت، میگو با این خیلی راحت تر از گاز هستم، گاز خطرناکه. در صورت که اون پریموس هم اگر چیز بود نفت بیه وقت میریخت و اینا منفجر و آتش اینا، ولی عادت کرده بود به اون پریموس. حالا اونایی که نمیدونن پریموس چیه، حتما اینم اسم یک اجاقی بوده
که ما ایرانی ها اسمه رو که روش نوشته ماله مثل کلمن کولر یخدون میگیم کلمن دئوترم آب گرم کن میگفتیم دئوترم آدامز ماله آدامز چوینگام بهش میگیم آدامز نمیدونم پاپ کورن مال چسترفیلد بهش میگیم چوسفیلد اصلا ما ملت غریبی هستیم ملت عجیبی هستیم ملت خوبی هستیم البته اینقدر خوبیم که من این همه از دست شما زجر میکشم بازم دلم براتون تنگ میشه ده بار به خودم شرط میکنم که آقا این آقای مصطفی زاده آدم عصبانیه ده بارم اون گفته آقا من دیگه کاری به ایرانی ها ندارم شما هم کاری به هم نداشته باشید باز بعد یه مدتی نمیدونم بابک احوال میپرسه من احوال میپرسم احوال هم میپرسه این هم یه مرضه که بین ماست و اینا آقا قید همه بزنیم بریم دنبال کارمون بخوا. خب چند بار از شاه بداغی یا شاه بداغی چمنارا آریانپور پرسیده و جواب درست نگرفته اگر میدانید با پرسیدن من از خامنه‌ای حل می شود اشکالی ندارد ولی او یا دستور اعدام من را می دهد و یا در صورت تخفیف دیگه بمانه حدود یک سال است در مورد سد این گتوند مطالبی در تلویزیون شما گفته می شود و من چند بار از این آقایان سوال کردم و پاسخی ندادم این ماجرایی که شما میگید یا منو اعدام میکنه یا تجاوز میکنه میدونید جوک ساخته بودن برای بنده خدا آقای منتظری میگفتن که ایشون وقتی آمده بود با آب و تاب تعریف میکرد که در دوران ساواک و زندان سیاسی و اینها یا تجاوز میکردن یا میکشتن بعد یکم نشست فکر کرد که خب خودش الان زنده است گفت البته منو کشتن اینو جوک ساخته بودن و برید ببینید آقای منتظری دوستان چه زمانی انگلیسی حرف میزده چه زمانی انگلیسی میخونده اینها اینجوری نیستن که اون تیمور لنگ احمق میگه که اینها یه شبه اومدن حکومت رو دزدیدن اینها رفتن زحمت کشیدن قدم به قدم حتی شما اگه میگی پول گرفتن من میگم بله پولم گرفتن اقلا بلد شدن پول بگیرن من شما یه احمق که برای یه تلویزیون توش موندیم نمیدونیم به کی التماس کنیم از کی پول بگیریم یه روز میریم سراغ باهایا جیبمونو میزنن و میرن یه روز میریم سراغ دوستمون اونم بیا ببینیم این برامون چی گذاشت باران آها این خیلی جالبه این خیلی جالبه که واقعا آدم نمیدونه چی بگه حالا اصل این ماجرایی که من امروز گفتم مهم نیست که کی چی میگه و مهم هست که کی چی میگه و اینها که حالا خودم هم دیگه گیت شدم یه دوستی که خیلی هم برای من محترمه یه ایمیلی فرستاده بود از مجاهدین ولی این بنده خدا ها که نمیدونم مجاهدین چون مجاهدین انقدر خجالت میکشن از سابقه خودشون که نمی‌نویسن مجاهدین بعد یه ایمیل درست کرده بود فرستاده بود اینها من براش نوشتم دوست عزیز میدونی این ویدیو ببخشید ویدیو مال کیه این رو مجاهدین ساختن ایشون گفت که خب برای من مهم نیست کی ساخته مهم اینه که میخندم براش اون وقت نوشتم من هم تا چند سال پیش میگفتم برای من مهم نیست کی گفته فقط مهمه که چی گفتن ولی حالا فهمیدم که هم چی گفتن مهمه مهمتر بعضی وقتا اینه که کی اون چیو میگه بریم این آقا رو ببینیم این نمیدونم یه وزیریه یه مسئولیه وقتی که سیل آمده ایشون رفته و ببینید آها از اخبار خودشون استفاده کنید مثل این آقای ارشاد که میاد از کتاب خود بهائی‌ها استفاده میکنه نه از اون ردیه‌ها و اینها ببینید از خودشون استفاده کنید مجاهدین اگه عقل داشتن بعد از 50 سال یه سازمان به اون خوبی رو به این شکل امروز به ارتش مزدور نمیدونم صدام و ارتش مزدور شاهان عربستان سعودی و ارتش مزدور شاه اردن و ارتش مزدور آمریکا در نمی آوردن امروز با چوب جارو رژه نمی رفتن ببینید اینا خودشون انقدر دارن انقدر میگن این کار آقای چمنارا انجام داده از ویدیوی خود سازمان و به اصطلاح رادیو تلویزیون ایران میگیره میاد نشون میده نظر خودش هم میگه با هم اینو بشنوید نظر شما در این باره چیست من هم
جرعه آب بنوشم و بیام خدمتتون. بفرمایید. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور راجب سیلی که این هفته توی ایلام و چند شهر دیگه اتفاق افتاد نظری داد در حد بوندسلیگا. من هر جا توی این ستاستانی که چند روز اخیر بازدید داشتم، حتی مردمی که آسیب دیده بودن از این وضعیت اظهار خوشحالی میکردن. تمام خونه ها ما زیر آب و گل و خرق هست. اصلا به نظر میرسید که خدا وکیلی طبیعت هست، اصلا زمین و زمان. این درخت ها کاملا شسته شده بود، یک تراوت دیگه گرفته بود، همه رودها آب جاری بود. واقعا اینها رو ببینیم. بله دیدیم، اما لطف کنید یه توضیح هم راجع به خسارت های وارده به اون بدید. شما ممکنه یک روستایی علوفش رو در این سیلی در این باران از دست داده باشه، ولی سال آینده این رشدی که لطفاً با این بارندگی علوفه خواهد داشت در مناطق چرای گوسفندان اونها، خب این اقتصاد رو متحول میکنه. بله حق با شماست. خداییش یه 27-28 سالی بود که اینقدر خوب قانع نشده بودم. ببینید دوستان، تلویزیون خود جمهوری اسلامی میره این گزارشو میده. شما پس نمیخواد ویدیوی مسخره مجاهدین که اون بدبخت آقایی که مثل آدم میاد مینشست اخبار میگفت، حالا باید بیاد بشینه قسمت کمدی اجرا کنه. ندارن دیگه چیزی. به قول شیرازی ها، از سوم یا کفگیر خورده به تای دیگ. این از و اما چقدر خوب شد، چقدر خوشحالم. دیدید بعضی وقتا با یک کسی کامفورتبل چی میگن، با یک کسی راحت نیستی. من از روزی که این آقا یا خانم به نام، ببینید دوستان، یه آقایی یا یه خانمی آمده به نام Right Way Perfecting، حالا ببینید توی وبسایت های ایرانی، توی فیسبوک ایرانی، ایشون برای ما دو تا لغت انگلیسی یاد گرفته گذاشته بغل هم، برای من نوشته تو چه کاره ای که توی همه چی فضولی میکنی. من الان بهت میگم چه کاره هستم، الان بهت میگم، به دیگران هم نشون میدم. دوستان هر وقت از این آشغال کله ها آمدن دور براتون، اصلا وقتتون رو تلف نکنید. تنها دلیلی که من الان وقتم رو تلف میکنم اینه که به شما نشون بدم، به اینا بگید که من مسئول تیپا زدن تو کون افرادی مثل توی هستم که بیشعور. عکس کره زمینه، این عکس بالا که مثل روزگارت سیاهه، اوکی؟ Right Way Perfecting براتون بیارم. چه کار میکنیم دوستان؟ خیلی قشنگ میای اینجا گزارشش میدی، اول به کی؟ ریپورتش میکنی به کی؟ به فیسبوک. فیسبوک اینو گذاشته که آدمها، انسانها فیسشون، صورتشون رو بذارن، بعدم مینویسید This is fake account، بعدم سابمیت میکنید. یعنی میگید که برید بررسی کنید. این سابمیت کردن مثل عریضه میدید دست یه نفر، این عریضه رو میزنید سابمیت تو فیسبوک فور ریویو. حالا اونا میرن ریویو میکنن، میبینن آقا این آدم، اگه اصلا آدم باشه پشتش. بعد چی کار میکنی؟ اینجا قشنگ انفرندش میکنید، بعد اگر هم باز بشه بلاکش هم میکنید. یعنی هر چی در توانتون هست لغت و مشت و تو سری تو سرش میزنید، میکنیدش بیرون. بعد میان اینجا میشه. این یه دفعه ما با آقای فیلابی گفتیم آقا شما این آقایی که شده سخنگوی مجاهدین، این آدم با همه دعوا میکنه، این آدم تا حالا چند تا زن گرفته و زده و بچه و همه از شاکی هستن. بعد گفت که سوربی جان این میدونی چیه؟ ما مثل یک اتوبوس، میبینید دوستان، آقای فیلابی اینو به من گفت، ما مثل یک اتوبوسی هستیم که همه سوار میشن. خب حالا اینم تو اتوبوس گاهی یه بادی از خودش بیرون میکنه. میگم آقا گاهی اب نداره، ولی اگه هر روز من میام تو اتوبوس میشینم میبینم این مردی که یا سیر خورده بو میده یا میگوزه، خب میکنمش بیرون. شما آقای فیلابی یا از بوی سیر خوشت میاد یا از بوی گوز این خوشت میاد معتاد شدی. و این چه دلیلیه میاری آقای فیلابی؟ ماشاءالله شما یکی دو دلیل افتضاح برای من نیاوردی. میگم آقای فیلابی رجبی کجاست؟ 10 سال پیش. میگه که ایشون رفته عقب.
که خانمش مطرح بشه. دوستان ایرانی یاد بگیرید، مرد میره عقب، خانمش میندازه جلو، که اگه یه مستی داره میاد خانم. بعد یه بار دیگه هم به من گفت خب میدونی که آخونده برای سرش جایزه تعیین کردن. گفتم چه این توقع داشت بهش شکر و آبلیمو و آلبالو و اینها بدن؟ خب معلوم این کارا که کرده دشمن پیدا میکنه، این اسلحه برداشته بر علیه اونا، اونا میگن حالا که اسلحه برداشتی ما هم تفنگمون رو میگیریم دستمون. خب اگه اینجوری باشه که تمام رهبران احزاب و سازمان ها باید برن تو سوراخ زندگی کنن. حالا دوستان ببینید این منطق آقای فیلابیه، قهرمانی که بازوبند تختی رو میکشه. اون فلسفه اون بهائیه آقای پرویز سهن، اون یکی نظر اون یکی احمق پرفکت راید وی، نمیدونم راید وی پرفکت، بذارید اینجا هم قشنگ بکنمش بیرون. بفهم دیلیت، بفهم بفهم، یکی یکی دیلیت میفرستم برید، نه تمش کنم بلش. بله این چی گفته؟ یک کشیش در ایتالیا به زن شوهردار تجاوز کرد، در شکمش دوقلو گذاشته و پس از چندی زن بیچاره را سربنیست کرد. اکنون در زندان است و محکوم به 27 سال است. خب بازم بیشتر برین کلیسا. اینا به این دوستانی که هی میگن نمیدونم ما نیو فلان هستیم، خب بفرمایید آقای یا خانم رایت وی فلان، شما رو به زبالدونی تاریخ فرستادیم، خیلی هم خوب. خب ساعت 3:42 دقیقه است، 18 دقیقه دیگه صحبت کنم برای خودم بیشتر دشمن بتراشم یا نه؟ نظرتون درباره این مسئول چی بود که آقا اگه باران آمده سیل آمده شما یه فرشم از دست دادی بزرگ نمیر، بهار میاد فردا این دشت سبز میشه و براهاتو میبری اونجا میچره. این مسئول ایران، این ویدیو رو شما بگی دوست عزیز برای 1000 نفر پخش کن، بعدم بهشون بگو خب حالا چه کار کنن؟ آیا این آقا مردم رأی دادن اومده شده مسئول کار، یا پسر خاله پسردایی نمیدونم فلانی؟ دوستان کسی حمیدرضا پهلوی فرزند فکر کنم کوچکترین برادر شاه، کسی اینو میشناسه، سابقه شو داره، چون میدونه تو زندان مرد، این فکر میکرد که اگه تو ایران بمونه و اینها آخوندها باهاش کاری ندارن و اونها گرفتنشو، مثل که 9 سال بهش زندان دادن و فوت شد و رفت. این یکی از اونایی بوده که به شاه اعتراض کرده، نه اعتراض نکرده، پیشنهاد کرده که آقا این تاریخ 2500 ساله کلیمیا رو نذار اونجا، بیچاره اینا کلا سرت گذاشتن، اینا خراب کردن 7000 سال 10000 سال تاریخ ایرانی رو و آمدن موقعی که اون عید پوریم کشتار ایرانی ها، اون موقع مسلمون نبودن که بگیم یهودی ها مسلمون ها رو کشتن، اون کشتار رو انداختن 70000 نفر رو یه روز کشتن، تازه بعد اومدن گفتن حالا یه روز دیگه هم بهمون فرصت بده، کم کشتیم اون رو. این احمق نتانیاهو میاد اینجا میگه اوباما ببین تو این کتاب استر ما کم کشتیم، کارمون رو نیمه تمام گذاشتیم، میخوایم کارمون رو تمام کنیم، ولی ما نمیدونیم که. بعد تازه آقای سهند نمیدونم چی میاد، آقا شما خودتون به اسلام باور دارید، خودتون قرآن باور دارید، خودتون کتاب مقدس دارید، همین چیزها رو شما هم دارید میگید، بعد حالا از تلویزیون مردم ایراد میگیرید که آقای افشارها اومده گفته بسم الله الرحمن الرحیم برنامه شروع میکنه. کارمون خیلی خراب. خب این نشون دادیم باران رو، بریم سراغ این آقای پرویز فلان. حالا بعضی از دوستان میگن آقا ولش کن پدرشو درآوردی. در شپیگل میدونید که این نشریه یا مجله آلمانیه، میکنم آینه میشد شپیگل، نه؟ بله بذارید اینجا بهتون نشون بدم کامرای سه. خب ببین آقا اونا هم برداشتن نوشتن که این آقای ترامپ به مجسمه آزادی داره دست درازی میکنه. خب حالا شما بلند شو برو آلمان
بگو شما که آلمانی هستید، شما که نمیدونم باید زیر نفوذ آمریکا باشید، چرین حرفا رو زدید، چون شما وکیل همه شدید، وکیل آقای مطلبی شدید، وکیل آقای داریوش رفرف شدید. خب ایالات متحده فهرست جدید تحریم ها علیه ایران را منتشر کرد. اینم روزنامه انگلیس، روزنامه اسرائیلی نوشته، The Time of Israel. نمیدونم چرا آقای مهدی ذوالفقاری دانسته یا ندانسته داره برای این نشریه تبلیغ میکنه. خب به همین دلیلی که منم دارم این کارو میکنم. خیلی از کارهایی که ما انجام میدیم ندانسته است. وقتی میگیم ندانسته یعنی از چی؟ یعنی از نادانیمون سرچشمه میگیره که آقا خانم اثرات این چیه؟ دوست عزیز وقتی شما ویدیویی که مجاهدین درست کردن برای من میفرسی و من و تو یه دقیقه برای که از آخوندها دل خوشی نداریم میخندیم، ولی نمیفهمیم که سازمان مجاهدین رو داریم هی تعداد ویدیوها رو زیاد میکنیم، اینا میرن میگن نگاه کنین، ما مثلا ندارن، حالا الحمدلله ما هم 1000 تا بیننده داریم، بیان پولتون رو به ما بدین. گند سازمان مجاهدین دوباره دیروز در اومد که به اینایی که اطراف ترامپ بودن پول دادن و کارشون خیلی خرابه. بله، مهدی خزعلی بازداشت. من یه بار با این آقای خزعلی تماس گرفتم، گفتم آقا بیا یه مصاحبه من با شما داشته باشم، ایشون هم در رفت. یه آقای دیگه هم بود توی تلویزیون دیگه بود، بهش گفتم بیا، اینا میترسن از من، در میرن. نمیدونم این ترسشون از من برای من خوبه یا ترسشون از من بده و این آدمایی رو که من متوجه شدم اینا دروغگو هستن، پدر سوخته هستن، اینا به یه نوعی میخوان کلا سر مردم بذارن، انقدر باهوش هستن که میفهمن و نمیان. مهدی خزعلی بازداشت شد. ساعتی قبل مهدی خزعلی توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. به گزارش خبرنگار آمد نیوز، مهدی خزعلی در برابر دفترش توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد و اعلام کرده که از لحظه بازداشت از خوردن آب و غذا امتناع و اعتصاب غذای خوش خواهد کرد. امیدوارم همینجوری اعتصاب کنی تا روزی که اصلا دیگه خبری ازت نباشه. اینم یه فیلمی شده. اگه اونا میخوان شما رو آزار و اذیت بدن، شما خودت زودتر میری به پیشوازش. ما شنیده بودیم پیشواز ماه رمضان میرن، ولی دیگه نشنیده بودیم که پیشواز نمیدونم زندان برن، که وقت همینا دو هفته که میرن بعدن اعتراض میکنن که نمیدونم خوراک زندان برنجش پلاستیکیه، فلان چیش مجان چی میگن خوب نیست. دوستان عزیز اجازه بدید من این عکسای زیبا رو به شما نشون بدم و یک دقیقه از این مزخرفاتی که، دوستان اگه باور دارید من مزخرف میگم، یادتون باشه که این چیزاییه که من از زندگی خودم و خودتون دارم میگم. پس زندگی من و شما یک مجموعه ای هست از مزخرفات. بله، این دوستون میگه برنامه امروز شما از بهترین برنامه هاست، بیشتر وقتها بهترین ها را در روزهای جمعه اجرا میکردید. ممنونم. ایشون هم یکی از دوستانیه که همیشه با ما بوده و نظراتشون را هم مینویسن. خب اینا عکس ها زیرنویس داره، بذارید من براتون یکم تنظیم کنم که زیرنویس شم من بخونم شما ببینید کجاست. و این هر کسی اینا رو، این مجموعه رو درست کرده، کار خیلی قشنگی انجام داده، مضاف بر این که توضیح هم داده که این کجا هست و چگونه هست. چه میدونی یه وقت من اینو نشون میدم، شما تصمیم میگیری که مثلا سال دیگه بلند شی بری نورد کارولینا. حالا توی نورد کارولینا و سارت کارولینا یه درختایی هست، مثل چیزایی هست که بین ذرت و پوستش هست، مثل ریش ازشون آویزونه و اینا، یه نوع چایی هستن. من نمیدونستم تا چند سال پیش. دوستان هیچ وقت فکر کردید چقدر ما نمیدونیم و چقدر مغرور میشیم به این چیز کمی که میدونیم؟ اینجا نوشته درخت 1500 ساله‌ای که در ساوت کارولینا یعنی کارولینای جنوبی، و اما سویدیش نیوال بیس. این چیز به اصطلاح مال سوئد هست.
نیوال بیس میشه اون ارتش نیرو دریاییشون دیگه، نه یا مثل که میرن اینجا نمیدونم اینو درست کردن چجوریه، هرچیه خیلی قشنگه. من همچین چیزی ندیده بودم که زیر کوه توی آب لابد اینجوری استتار میکنن کشتی هاشونو. ولی اگر استتار میکردن که حالا دیگه برملا شد. و اما اینجا نوشته mysterious lake over 10 mile deep appeared overnight in the drought stricken Tunisian desert. میگه که یک دریاچه 10 meter deep، 10 متر نه مایل ببخشید، یک دریاچه‌ای که 10 مایل عمق داره، 10 متر ببخشید، یک دفعه overnight یعنی همون توی شب، یه دفعه فردا صبح این ظاهر شده. کجا؟ اونم توی تونس، به اصطلاح جایی که توی صحراهای تونس. خیلی جالبه. خب میگه اوکیناوا ژاپن has more than 450 people living on it above the page of age of میگه که این شهر اوکیناوا 450 نفر به اصطلاح شهروند داره که سنشون بالای 100 هستن و به اونها از referred as healthiest place on it. با اونجا میگن این سالمترین جای دنیاست. هر جا آب زیادتره دوستان سالمتر و بهتره، هر جا آب کمتره مرض بیشتره. حالا اینم از ماجرای این عکس. و اما there is a school in England where they have been wearing the same uniform for 460 years. میگه که یه مدرسه ای در انگلستان وجود داره که لباس فرمشون برای 460 سال همین بوده که شما میبینید. خب اینا هم با زمان پیش نرفتن. و اما sky that looks like a rough sea، میگه آسمان که شبیه دریای طوفانی هست. و این یکی 1800 vampire hunters kid. میدونید که اینجا به وجود این ghost روح و ارواح و این ومپایر، من نمیدونم به ایرانی چی باید بگیم، اینا اعتقاد دارن. و یه عده‌ای که احتمالاً اونا هم از کلیساها بودن و به این راه پول در می آوردن، می اومدن جنگیری میکردن و اینها، این هم این وسایل رو هم داشتن برای به اصطلاح هانت یعنی شکار، برای شکار ومپایرها. و اما 100,000 monks in prayer for a better world، 100,000 تا مانک ها، میدونید که فکر کنم هم بودا اون دین با چیز داره، مانک داره، اینا که اصلا قید دنیا رو زدن یه جوری مثل صوفیای خودمونش میشن، مثل مانی و اینها میشن. در هر صورت میگه که 100,000 تا نشستن و دعا کردن. حالا من مطمئنم اگه اینها هر کدومشون یک قدم کوچک برای انسانیت، برای بشریت، برای بهبود دنیا برمی‌داشتن، 100,000 قدم ما جلو بودیم. ولی حالا نشستن 100,000 تا شمع و مشعل روشن کردن، از این ورم ضرر. و اما the bridge between Denmark and Sweden dips into a tunnel، میگه پلی که بین سوئد و دانمارک هست و میره توی تونل. اینجا هم یه دو تا کوچولو هست، همین طرف ویرجینیا بیچ هم وقتی شما میری از زیر دریا اونجا از روی بر دیگه‌اش میای. این کاری کردن که کشتی ها وقتی میخوان برن و بیان به اصطلاح معطل نشن. ممنونم از این دوستمون آقای شمس، سربلند و پیروز باشید. امیدوارم شما هم پیروز و موفق و سربلند و شاد باشید. و دوستان اگر امکان داره براتون حمایت مالی فراموش نکنید. نیکولا تسلا، میدونید که الان یه ماشین برقی هست به نام تسلا و یه پسر جوانی این شرکت رو درست کرده، خیلی هم موفق هست. ولی خود نیکولا تسلا یکی از اونایی بوده که این به اصطلاح چیزهای برقی و اینها رو اصلا مخترعش بوده و درست کرده. میگه نیکولا تسلا predicted the internet، توی سال 1900 یعنی 116 سال پیش اون موقع این پیشبینی کرده که یک زمانی میاد. یه مقاله نوشته بوده توی یک چیزی مالیه که من انگلیسی بخونیم که اقلا به این صورت انگلیسیمونو چکار کنیم، بهبود ببخشیم. دلیلش هم اینه که تا من یه انگلیسی میخونم یک کلمه رو پس و پیش میگم
بالا و پایین میگم، چون من آلمانی خوندم بعد از فارسی. آلمانی هرچی میبینی میخونی. آلمانی به ت میگه ت، البته اونم به و میگه ف، و در هر صورت انگلیسی بازم یه چیزی، ولی آمریکایی‌ها اصلا یه زبان دیگه ای دارن. آمریکایی به واتر میگه وادر، بعد شما اگه یه جای دیگه تی رو گفتی دی غلط میشه، حالا اصلا باید یاد بگیری. ما تا اینو میخونیم، دوستانی که مامانشون و باباشون نطفهشون رو تو کشورهای دیگه گذاشتن که مطمئن بشن اینا پاسپورت اون کشور رو دارن و کم هم نبودن، کم هم نیستن، در همون رژیم شاهی که اینا الان میخوان به من و شما قالبش کنن، اینا هیچ کدومشون تعطیلاتشون رو توی ایران نمیموندن. همشون افتخارشون این بود که ما بعد از کریسمس رفتیم چیزای پسمونده آلمان رو خریدیم اومردیم، افتخارشون این بود که تابستون رفتیم جنوب فرانسه. اتفاقا خانم فرح پهلوی هم اون دور دورا لخت داشت شنا میکرد، افتخارشون این بود. حالا اینها به اصطلاح ما تا یک کلمه رو پس و پیش بگیم میگن برو برو آقا انگلیسی تم اینجوری، من افتخار میکنم آقا من 30 سالم بوده با دو تا بچه اومدم اینجا، همینم که بلدم صحبت کنم، زندگیمو بگذرونم، منتظر هیچ کس نباشم برام ترجمه کنه، مایه افتخار منه. شما چی؟ شما اگر واقعا میخوای انگلیسی یاد ایرانیا بدی، بیا بشین روزی 5 دقیقه 10 دقیقه انگلیسی یادشون بده تا انگلیسی اونها مثل من بد نباشه. و من حالا اگر نوشته‌ای باشه میخونم تا دوستانی که لطف دارن به من اشکالا رو بگن، اونایی هم که دشمنانی که از کینه دارن دق میکنن و میمیرن مثل آقای پرویز سهند زودتر بمیرند و خفه بشن. He wrote an article for Century Magazine describing a world system of wireless communication that could send telephone messages, news, music and pictures to any part of the world. میگه در سال 1900 ایشون پیش بینی کرد و توی مجله Article of Century Magazine، توی مجله قرن یا هر چی سنچری آدمی، توضیح داد که یک سیستمی میاد، اسمش هم گذاشته بوده World System، یک سیستم جهانی میاد که بدون سیم کامیونیکیت کردن، یعنی مکاتبه، مکالمه، تماس گرفتن، در تماس بودن، میتونید با همدیگه در تماس باشید از طریق تلفن، از طریق مسیج، پیام، از طریق اخبار، از طریق موزیک، از طریق تصویر و اینا رو با هم میتونستید بفرستید. دوستان این 67 قسمته، من فعلا صفحه 10ش هستم. این صفحه 11ش میگه This is where the Great Wall of China ends، میگه این جایی هست که دیوار چین خاتمه پیدا میکنه. حالا ببینیم دیواری که آقای ترامپ میسازه اگر بسازه کجا شروع میشه کجا ختم میشه. و اما این میگه 36,000 feet somewhere over Australia، میگه 36,000 فوت بالای استرالیا یه جایی، ولی ابرا و آسمون اونجوری نشون داده میشه. و اما میگه winter morning in Norway، توی نروژ، اینم یه عکسی از صبح زمستان. و اما این بوگاتی، من نمیدونم این شیرانه، چایرانه، کایرانه، چون همونجور که بهتون گفتم این انگلیسی، مخصوصا این CH صدای خ میده، صدای چ میده، صدای ش میده، هر چی بگی صدا میده. و میگه اینتریو، میگه اینم داخلش، این آقای فرهاد پارسی ما قول داده بود که ما یه وقت بریم نمیدونم سوئیس و اینها، میاد با فرود با ما رو از فرودگاه با ماشین لیموزین میبره، بعدم بوگاتی اینجوری و بوگاتی اونجوری، اینها گفتیم بابا نخواستیم. و اونم سرشار بود از دروغ، کلا سر همین آقای مصطفی زاده هم گذاشت. البته همون موقع هم آقای مصطفی زاده بنده خدا که اون فکر میکرد یه پولی بهش میده، بهش گفته بود اگه قرار مثلا 10,000 دلار به من بدی، 5,000 دلارش رو بده به این سوربی، که نه پول اون رو داد نه پول ما رو داد. ما هر جا میریم به اینای برخورد میکنیم که پولمون رو ندادن. تنها کسی که از این محله که سر بلند بالا اومد بیرون اومده تا امروز آقای مصطفی زاده است، که پول جمعه هفته قبل رو هم داد، ولی گفت من برنامه نمیخوام داشته باشم و میرم از یه طریق دیگه‌ای با دوستان تماس میگیرم. امیدوارم موفق باشه. هر وقت تماسش برقرار شد ما یکی دو تا تبلیغ مجانی براش میکنیم. اون چیزی هم که شما میگید سه ماه و فلانی ها، اون گذشته در گذشته.
روز روزگارتون خوش. برنامه بعدی آقای چمنارا خواهد بود. ویدیویی که آقای چمنارا، به نظر من درسته که این تیترش هست، ولی برای هر برنامه‌ای باید یه تاپیک بنویسه، چون مردم وقتی میان تو فیسبوک، تو بالاترین، توی هر جایی اینو میبینن فکر میکنن اینم همونه، باید یه چیز دیگه بنویسی. خود منم این اشکال دارم، برای همش می‌نویسم سربی با مردم، اولا مال من تاریخ داره. دوستان بریم، هر جا هستید خوب و خوش سلامت باشید. اگر میخواین انتقاد کنید، اگر انتقادتون منطقی هست تشریف بیارید مهمان من باشید، اگر منطقی نیست دهنتون رو ببندید، مواظب باشید، چون اگر پا رو دم من بذارید واق واق میکنم، بعضی وقتا ممکن اصلا برگردم دندونتون بگیرم که پاتونم قطع بشه. مرسی مرسی مرسی.